چه کسی باور می کند؟ رستم نوشته روانگیز شریفیان انتشارات مرباری اصلا ممکن نیست باور کنم مثل این است که بادم بگویم تو که رفته بودی سفر مملکتت رو آب برد قطار به راه می افتد. از جلو دکه روزام فروشی می گذاری. زن فروشنده بیان که ما را ببیند نگاهمان میکند. میان سال از و کل درشت و چاقی دارد جلو دکش انبوهی روزنامه و شکلات چیده شده است جهان روزنامه هایش را رو از او خرید انبوه روزنامه دیوارهایی که ما را از هم جدا می کند تو می گفتی تنهایی انسان به میل خود او بستگی دارد می گفتی تحمل تنهایی وقتی سخت است که جز این باشد از کنار قطاری که در سکوی رو به رو ایستاده می گذریم. به پنجره قطار که پنجره نیست شیشه یک تکه و بزرگ است که بازو بسته نمی شود نگاه می کنم. و فکر می کنم قطارهای در حال حرکت مانند زندانم و ایسکاهای های وسط راه ساعت ملاقات آدم اگر شجاع باشد می تواند از آنها برای فرار استفاده کند اما باید شجاعت داشت حتی شده یک جو میگفتی که تنهایی انتخابی فضایی است که هیچ کس نمیتواند آن را از ما بگیرد. دلم میخواست سوار قطاری با کوپه های مستقل میشدیم. اما حالا دیگر قطارهای کوپه دار کمند یا اصلا پیدا نمی شبند. به صورت واگن های سالن مانندی در آمدند با ردیف صندلی های روبروی هم. جهان گفت: میتونیم شب مسافرت کنیم و برای خواب کوپه بگیریم. امروز فقط برای خواب کوپه خصوصی وجود دارد اما من دوست دارم روز مسافرت کنم و از پنجره بیرون را تماشا کنم خانه که به سرعت از جلو من می با پنجره روشن یا آنها که پرده هاشن کشیده شده است و سکوت از پشت آن به بیرون هم نفوذ می کند حیات های رها شده و باخشه از شکل افتاده خانه هایی که چمنهاشان زده شده اسباب بازی های این طرف و آن طرف ریخته بند رختی که بار از رخت های شسته شده است و زندگی رویشان موج می زند جان روزنامه را بر می دارد. از بالای عینکش نگاهی به بیرون می اندازد. آهسته و بی صدا خمیازهی می کشد که به من هم سرایت می کند لبهایم را به هم فشار می دهم و خمیازه ام را فرو می دهم این روزها چیزهای خیلی جزئی و بی اهمیت می تواند افسرده ام کند مانند یک دهان دره در ساعت از ده گذشته است کاش قهوه چیز اوتر بیاید اگر بیاید قهوه از او خواهم خرید زمانی رسم بود که در قطارهای مسافری قهوه‌چی با چرخ قهوه و چایش می آمد. این روزها را نمی مدتها مدت سوار این قطارها نشدم. آن وقتها چای و قهوهشان خیلی مزه بود. اما همیشه مشتریشان هم بودم. صدای چرخ آن می تواند از افسردگی ناب هنگام بیرونم بیاورد. جهان احتمالا قهوه ای نخواهد خورد. میگوید قهوه برایش سردرد می میگویم قهوه برای رفع سردرد خوبه. اما او به حرف خودش پایبند است و میگوید ما در دنیای زندگی می کنیم که میتونیم به آنچه دوست نداریم به راحتی نبگیم بدون که احساس گناه کنیم. تا می گفتی که قهوه مانند بوی واکس و دارو حالت را به هم می زند. با اینکه که تمام را دوست داری اما نمی توانیان آن را بنوشی. تنها شیشه قهوه ای را که برایت آورده هم در گنجه اتاقت نگه داشته ای و درش همچنان بسته است. رسم قهوه خوردن را پس از آمدن از ایران شروع کردم. پیش از آن قهوه را فقط به نیت فال گرفتن می نوشیدم. فالایی که هیچ شک به یادم نمانده و چیزی از آینده ام را نگفتند. در عوض هزار خاطر برایم به جا گذاشتند. برای گرفتن فال قهوه با فاخته می رفتیم. هنگام رفتن آینده من و خودش را پیش بینی و در راه بازگشت آنچه را شنیده بودیم تزیه و تحلیل می کرد. با می گفتم از این پس پیش هیچ فالگیری نخواهم رفت و اگر هم خدا نکرده حوض فال گرفتن کردم با او نخواهم رفت. می خندید و می گفت بی خیال نه تو سر قولت می نه من. حالا خواهی دید فکر میکنی میتونیم بدون فال قهوه سر کنیم همین که عاشق شدیم دوباره گذرمون به این فالگیرا میفته و دست به دامن اونا میشیم مگه قرار عاشق بشیم نه قرار تاریک دنیا بشیم جهان از خوردن قهوهی من حوصلهش سر میرود تازه که ازدواج کرده بودیم حاضر بود به هر چه قهوه در دنیاست مهمانم کند تقریبا در همه کافه های اروپا با هم قهوه خورده ایم. سالها از آن زمان گذشته اما هنوز هم مثل بچه ها دلم حوث چیزهای کوچک را می کند. گرچه دیگر نمی توانم آخرین باری را که چنین حوثی کردم به یاد بیاورم. جهان جدی تر از آن است که از این حوث ها بکند. او در دنیای واقعی و منطقی آنطور که خودش تفسیر می کند بدون بالا و پایین بدون حاشیه رفتن و احساساتی شدن زندگی می کند. جهان قوانین نانوشته و ناگفته اما گذشت ناپذیری دارد که مطابق آن رفتار می کند. اگر اعتراضی بکنم می گوید این رفتار با درسی که خانده در ارتباط است. جهان حسابدار قسم خورده است و مانند من که دور دنیا داروسازی خانده هم. اینجا و آنجا حسابداری خانده است تا سرانجام در اینجا ساکن شده و به تصور خودش مرا هم به مستقر بودن عادت داده است. قطار هنوز سرعت نگرفته و از فضای شهر بیرون نرفته است. به جهان نگاه میکنم، نمیتوانم نمی توانم صورتش را رو ببینم. روزنامه چون دیواری او را از من جدا کرده است. گاهی که آن را پایین می آورد و ورق می زند از موهایش را می بینم که روز به روز رو به سفیدی می رود. اولین باری که دیدم از و چند سال پیش بود دم در خانه فاخته اصلا به حساب داره قسم خورده نمی مانست. جوان اروپا دیده ای بود که انگار همه دنیا را در مش داشت. پیش از اینکه از خانه در را این فاخته تلفن کرد. هنوز تنین صدای زیبایش در گوشم است. جهان که گوشی را برداشته بود به من اشاره کرد و گفت ملودی است. جهان به فاخته میگوید ملودی. هنوز هم از اینکه عاشق او نشده بود تعجب میکنم کنم. فاخته زیباترین دختری است که میشناسم اولین بار که دیدم سال چهارم دبیرستان بود. دبیرمان تازه وارد شده بود که در کلاس آهسته باز شد فاخته سرش را از لای در آورد تو لبخندی زد و گفت اجازه خانم من دفتر بودم دیر کردم تقصیر خودم نیست خانم نازم کارم داشت دبیرمان اشاره کرد که بیاید تو قد بلند و خوشگل بود موهایش را همیشه پشت سرش جمع کرده بود روپوشش تمیز و اوتو کرده انگار به ترش میرخسید بچه ها تماشایش کردند حتی دبیرمان با لبخندی تحسینآمیز نگاهش کرد فاخته نگاهی به نیمکت ها اندا کنار من یک جای خالی بود دبیرمان اشاره کرد آنجا بنشیند تو آمد نشست کنار رفتم و زیر چشمی نگاهش کردم بدون اینکه توجهی به من کند کتابهایش را روی میز گذاشت زنگ که خورد تا سر برگرداندم مثل برق از آنجا پریده و قیبش سره بود در حیات دیدم با دسته ای از دخترهای سن بالا حرف می زند. انگار با همه ای مدرسه دوست بود. قهرمان تیم والیبال مدرسه بود. ساعت بعد سر صف که مدیر و نازم اخبار و برنامه های مدرسه را برای بچه ها می دیدم عقبتر از آنها کناری ایستاده است. از بچه ها می پرسم اون اونجا چی کار میگویم؟ از پارسال برنامه روز و سر صف میگه مگه نمیتونی در رادیو گوینده است برای همینم خانم مدیر انتخابش کرده خوشحالم از اینکه کنار من می نشیند البته مطمئن نیستم همانجا بماند این بار که می آید ننشسته به طرف من بر میپرسد گردد می پرسد اسمت چیه؟ جواب هم مداد و کاغذ داری؟ مگه می مصنوی بگی؟ یک چیزی هم وزن مصنوی دبیر ریاضیمان وارد می شود و حرفمان نیمه کاره می ماند. بعد از ظهر در راه خانه می بینم که جلوتر از من می رود. تردید دارم خودم را به او برسانم. سر یک کوچه بر می گردد. مرا که می بیند منتظرم می ایستد. با خوشحالی قدم هایم را تند می کنم. به اندازه یک وجب کامل از من بلندتر است. از اینکه این قدر خوشکل است حسودیم می شود. اسمایم را تکرار می کند و میگوید گوید نکنه تو گرفتاری منو داری. گرفتاری که مجبور بشی برای اسمت دلیل بیاری آره آرزو به دلم مونده که اسمم با به کسی بگم و نپرسه کدوم تا از این گرفتاری یک دو روزم نیست که آدم دلش خوش باشه که تموم میشه گرفتاری تو چیه مجبورم برای اسمم دلیل بیارم بعضی وقتا دلم میخواد به اونا که میپرسن فاخته اسم دختر یا پسر بگم اسم منو فاخته گذاشتن تا آدمای کموش و باهوش مشخص شن. من کسی رو میشناسم که اسم دخترش رو تراوت گذاشته و دختر اونقدر زشته که نمیشه نگاش کرد. شانه بالا میاندازد. منم ماریا کالاس نیستم. وضع تو باز بهتره. چون کسی نمیتونه تو رو بچشه ببینه شوری یا شیرین. بعد میگوید مادر بزرگ هم صدای قشنگی داشته و گاهی در دورهای زنانشون آواز میخونده. به امید که منم مثل اون بشم اسمم و فاخته گذاشتن. دلشو خوش بوده. بچه میگفتند گوینده رادیو هستی؟ غلط به عرضتون رسوندن چه گوینده ای؟ یک دو روز در هفته اگه کاری باشه خبرم میکنم شعری دکلمه میکنم چیزی میخونم میپرسم آوازم میخونی؟ برمیگردد و با تعجب نگاه میکنن. چطور فکر کردی آواز می خونم؟ مگه من آوازخون هستم؟ مگه خودت نگفتی مادر بزرگت آواز میخونده؟ با تاکید میگوید آوازی نه آواز اونم برای دوستانش پس تو هم باید برامون آواز بخونی میگوید میگن مادر بزرگم برای بچهش لالهی میخونده اونقدر صداش قشنگ بوده که پرنده ها رو هم سر میکرده حالا چقدرش درست خدا میدونه پدر بزرگم بهش میگفته فاخته اون وقت اسم منو فاخته میذارن خب بد که نیست اگه صدا مثل اون بود شاید میتونستم کار و کاسبی خود بر خودم دست و پا کنم حیف این چیزا رو نمیشه سفارش داد از آن روز با هم به مدرسه میرویم و برمیگردیم یک روز که زنگ درشان را زدم و به انتظار استادم صدای پایی از پشت سر می شنوم بر می گردم. مردی جوان خوش و شیک پوش که اینک آفتابی به چشم زده به طرفم میآید. دلم از جا کنده می شود جلو در می ایستد سری به علامت سلام به طرف من تکان می دهد و زنگ را فشار می دهد زیر لب سلامی می کنم و فکر می کنم حتما از دوستان مهران برادر فاخته است. پسرهای جوانی که تا به حال دیدم فرق دارد نمیدانم چه تفاوتی اما حسش میکنم در طرز ایستادنش است یا لباس پوشیدنش آن حالت که به من سلام کرد یا حرکت دستش که زنگ را فشار داد و کمی عقب ایستاد دلم نمیخواهد نگاهم را از او بردارم بوی ادوکلونش را حس میکنم و نفس عمیق میکشم فاخته از پشت درداد میزند اومدم اومدم ماما من رفتم خدافز در رو باز می کند و در حالی که دستش به در است آن را ببندد میگوید چه خبره اومدم دیر که نشده دوباره حولی ما را که می بیند حرفش ناتمام می ماند. هر سه به هم نگاه می کنیم. مرد جوان لبخند زنان سلامی می دهد و می پرسد مهران خونه است؟ و رو به من می گوید حواسم نبود که شما زنگ زدید حتی حرف زدنش هم متفاوت است متفاوت با حرف زدن برادرهای من یا پسرهای دیگر کلمات را کامل و سلیس ادا می کند و سر و ته هیچ کلمه ای را نمی خورد. وقتی هر زد مستقیم به صورتم نگاه کرد. فاخته بر می گردد توی راهرو و فریاد میزند. مهران، مهران آقای جان بخش. از در بیرون می پرد و میگوید گوید دو فرمین تو. مهران از طبقه پنجری بالا سرش را بیرون می آورد بیا بالا جان الان حاضر میشم گیج و ساکت را میفتم حال خودم را نمیفهمم فاخته از زیر چشم نگاهم میکند به بازویم میزند چرا امروز اینقدر ساکتی افاست کجاست کشتیات قرق شده سعی میکنم خون سرد باشم و صدایم عادی باشد میپرسم این کی بود دوست مهران یکی از ستوفنگ ستوفنگدار؟ آره دیگه جهان امیر و مهران ستوفنگ که چهار نفر بودن خب اینا سه تفنگ ایرانی هن. جهان بعد از اینکه دیپلم گرفت رفت فرانسه امیرم دیدی خب حالا دو سالی که فرانسه است پس اینجا چی کار میکرد اینکه تو دیدی روحش بود خب برا عروسی خواهرش اومده رفته پاریس درس بخونه تبعیدی که نرفته سرم را تکان میدهم مهران از بس پوز جهان داده خفمون کرده میگه برنامهاشو به ترتیب و بی پس و پیش اجرا میکنه پاریس رفتنش هم از قضا همین طور بود قبل از اینکه امتحانات دیپلمشون تموم کنن تصمیم داشته بره خارج مهران میگفت هنوز امتحانمون تموم نشده بود که میگفت وقتی شما سر کنکور نشستید و عرق میریزید من پاسپورتم و گرفتم و دم مرزی استادم صورتم داغ شده قلبم تند میزند همه هوش و حواسم به فاخته است که مشغول تعریف از اوست. متوجه می شود. خنده ی شیطن تامیز می کند. روبرویم می استد. بازویم را می گیرد. در حالی که به هایم خیره شده میگوید ببینم. ببینم. اینطوری که روبرویم می استد. تفاوت قدمان را بیشتر حس می کنم. رشتهایی از موهایش که باز است روی صورت و پیشانیش ریخته و مانند کلاف ابریشم روی گردنش را پوشنده است. رنگ قهوه‌ای آن که هم رنگ چشمهایش است توی نور برق میزند. نگاهم را از او بر میگردانم. سعی می کنم به راهم ادامه بدهم. اما ولکن نیست. صورتش را نزدیک صورتم می و مجبورم می به چشمهایش نگاه کنم. آهسته کنارش میزنم و میگویم کی رو ببینی؟ خو یادم غریبه بودیم خواستم ببینم کی بود؟ همین دیگه ادایم هم را در میآورد همین دیگه، همین دیگه به همین سادگی ها آره به خدا دوباره راهم را, را میبندد دستایش را روی شانم میگذارد و میگوید از سر با هم اومدی؟ نه به خدا دم خونه شما واسطه بودم که رسید بگو به جون مامانم به جون مامانم نه نه بگو به جون رستم میگویم این وسط رستم چی کار است قاتی قاطی میکنی؟ به ساعتم نگاه میکنم و را نشانش میدم میتونی ساعت چند دیرمون شده عیبی نداره تو حرف دلتو نزنی ولت نمیکنم با تغییر دستش را کنار میزنم و میگویم ولم کن وسط خیابون نگامو داشتی که چی با اندکی دلخوری سرش را تکان میدهد و جلو جلو راه میافتد نمیدانم به او که صمیمیترین و نزدیکترین دوستم است چه میتوانم بگویم از این جوان این جهان که دم در خانه آنها کنار من ایستاده بود و یک لحظه فقط یک لحظه نگاه هم کرد. راستی چه می توانستم بگویم؟ نگاه زن روزنامه فروش هنوز با من است. نمیدانم آیا می توانم به نگاهی که نگاه می کند اما نمی بیند خوب کنم. زن اما آسوده به نظر می رسید. به مشتریهایش نگاهی می انداخت. روزنامه شکلاتی را رو که برداشته بودند حساب می کرد و پول را می گرفت و به مشتری بعدی می پرداخت. اولین بار که پدرم دکه های فروشی را در اینجا دید گفت اگه کنار این دکای دکه های تکه کوچک دارو فروشی هم باز کنن میگیره. پدرم از دارو سازهای قدیم است. دارو خانش را بیش از هر چیزی در این جهان دوست دارد. از همون اول جز آن فکر و ذکر دیگری نداشت. دارو خانش نزدیک منزل من است. به خاطر این داروخانه است که هنوز پس از سالیان سال در همان محله قدیم مانده ایم. همسایه ها یکی پس از دیگری از آنجا رفتن اما حتی پس از مرگ مادر بزرگ و پدر بزرگم و اینکه محلی ما دیگر موقعیت سابق را ندارد هنوز همگی یعنی پدر و مادر و خاله هایم در آنچه زندگی می کنن. مادرم خوب می داند که اگر پدرم و داروخانهش از هم جدا کنند نه پدرم دوام می آورد و نه داروخانهش. داروخانه پدرم قسمتی از خانه و خانوادهش است. مشتری ها را به نام میشناسد و برای بعضی از آنها نظر او از نسخه متخصص ها هم با ارزش تر است. از وقتی که مسنتر شده دیگر خودش کمتر چلو مغازه می آید. اتاقکی پشت مغازه دارد که از ساعت چهار به بعد پاتوق دوستان همسن و هم دورهش است که به دوران جوانی به ورلازی و خنده می پردازن. در این بین چند تا مریض هم می بیند. بیشتر آنها بچه ها یا مسنتر هایی هستند که حوصله و همت دکتر رفتن را ندارند و به نظر و تجربه پدرم بیشتر از دکترهای جوان و تازه اعتقاد دارند داروخانه همه ما را آلوده خود کرده است برادر بزرگم داروسازی خواند و بعد از تمام شدن درسش به پدرم پیشنهاد کرد که آنجا را بزرگتر کنند. پدرم قبول نکرد. داروساز جوانی هم داشت که نسخه را میپیچید. دکتری که با خواهرم ازدواج کرد. مادرم میگوید عاشق هم شدن. اما من میدانم که خواهرم عاشق او شد. طرح داروخانه شبان روزی اولین بار به فکر پدرم رسید. مادرم بدون اینکه آگاه باشد گذار این فکر شد. یک بار گفت اگه کسی حرفی نزنه دکتر شبم دارو رو نمیبنده بعدش نمیاد که اونجا بخوابه پدرم بدون اینکه جوابی بدهد آن فکر را پسندیده بود برادرم هم دست کمی از او ندارد همه فکر و ذکرش داروخانهاش است از دوست و آشنا رویش را نمیبینم زن برادرم این بیتوجهی را تاب نمیآورد و نمیتواند مانند مادرم بگوید همون بهتر که سرش گرمه بود تو خونه نیست تا به دست و پایی من بپیچه موقعیت مادرم البته فرق میکنن خانواده ما دائما در حال رفت آمد به خانه یکدیگرند به قول پدرم اگر کسی ما را نشناسد نمیفهمد که کی کجا زندگی میکند و کی بچه کی است خاله پری عقیده دارد که آنها اولین ساکنان آن محله هستند و آنجا حق آب و گل دارند و اصلا آبادی محله و حتی آسفالت خیابان به خاطر آنها و نفوذ پاپا یعنی پدر بزرگم بوده است. یک خانواده بالای کوچه زندگی می کند. یکی هم سر کوچه. خال ما هم و قلام خان که فقط یک خیابان طرفتر زندگی می کنند سرزنش می شوند که خودشان را از بقیه جدا کردند و تقصیر آن را هم به گردن قلام خان می اندازن. شاید امروز کمتر بشود. محلایی با آن یک دستی پیدا کرد. بعضی ها به آن مساوات دموکراسی میگویند اما من آن را یک جور بیغوارگی میدانم و شکل سابق را بیشتر میپسندم اگر این را به ستاره بگویم به سنتی بودن متهمم خواهد کرد با اینکه گفتش دلگیرم میکند اما فکر میکنم حق با اوست مگر خود من با پدر و مادرم جز این ام کیست که قضاوت کند آن روزها خانواده ها خیلی با هم تفاوت نداشتند. همیشه یک پدر بزرگ بود و یک مادر بزرگ. بچه ها اغلب خاله داشتند و عمه و دایی و امو. نوکر و کفت که می آمدن و می رفتن. مثل نن بزرگه و نن ددری که در خانه پاپا و خانم خانم زندگی می کردند و جزئی از خانواده بودند. خانه پاپا و خانم خانم بهترین خانه دنیا بود. مخصوصاً روزایی که پاپا مسافرت بود پاپا با آن قد کوتاه و موهای سیاه و پرپشت و عینکی که وقتی میخواست چیزی بخواند میزد مثل قول بود قولهای توی قصه هر بار در قصه ای سر و کلی قولها پیدا میشد خودم را زیر چادر ننه ددری پنهان میکردم و زیر چشم به رستم نگاهی میانداختم او انگوشتهایش را به هم قفل میکرد و سرش را پایین میانداخت بابا وقتی بلند و تند حرف میزد به موجود ترسناکی مبدل میشد که بهتر بود کسی دم دستش نباشد من از او نمیترسیدم اما ترس را با او شناختم دست به زن داشت و با اینکه هرگز مرا نزده بود اما کتک زدنش را دیده بودم مطمئن نبودم وقتی در حضور او هستم چه چیزی انتظارم را می کشد یک روز عکس مردی را در روزنامه دیدم که میگفتند آدم کشته است از آن روز به بعد برای مسلم شد که پاپا هر بار به ده می رود چند نفر را می کشد. اما چون صاحب دست کسی نمی تواند حرفی بزند. به رستم که گفتم از ترس تکان خورد. خودم هم ترسیدم. هر بار بغلم می کرد دستایش را می گرفتم و به دقت نگاه می کردم تا شاید لکه خونی روی آنها پیدا کنم. وقتی متوجه می شد می و می گفت باز داری کف بینی میکنی بگو ببینم چی میبینی سعی میکردم از بغلش در بیایم و زیر چادر خانم خانم پنهان شوم. اینکه ما پاپا صدایش میکردیم از اختراعات خاله پری بود که گویا اسم پاپا رو در فیلمی شنیده یا در کتابی خوانده بود و آن وقت گفته بود که بچه ها آقا بزرگ و پاپا صدا کنند و خانم بزرگ را هم مامی خانم بزرگ گفته بود لازم نکرده خاله پری گفته بود که بالاخره یک چیزی باید صدایت هم کنم مگه نه؟ خب همین خانم مگه چه عیبی داره؟ خاله پری شانهش رو با بیقیدی تکان داده پشت اش رو نازک کرده بود و گفته بود خانم؟ خانم؟ ناهید که نوی اول بود و تازه زبان باز کرده بود به تقلید از او میگوید خانم خانم؟ خاله پری هم دنبال گفته بچه را میگیرد و اسم مادر بزرگم میشود خانم خانم مادر بزرگم میگوید این طفل معصوم یک خانم رو نمیتونه بگه اما آن از دست این پری اما لقب خانم خانم تغییر نمی کنه. قطار وارد فضای بیرون از ایستگاه می شود. به بیرون نگاه می کنم. خورشید زیر ابر پنهان به هوا سرد و سربی است. می ترسم سرانجام یاد گرمای دلچسب آفتاب در این روزهای ابری و تاریک از یادم برود. سرمای باد را که وقت آمادن توی صورتم میخورد هنوز حس میکنم ژاکتم را به خودم میپیچم به حرکت ابرهای پراکند که هر یک به شکلی و به سویی در حرکتن نگاه میکنم سعی میکنم شباهتشان را با چیزهای دور برم پیدا کنم و مانند زمان کودکیم برایشان قصه بگویم کودکیم را از آن زمان بیاد دارم از روزی که تو به باغ خانه خانم خانم آمدید از آن روز که قصه ها رو با هم اختراع می کردیم من می گفتم تو درستشان می کردی تو می گفتی من تمامشان می کردم شبهای تابستان که با هم روی تخت روی حیات دراز می کشیدیم و قصه ابرها را می گفتیم بدون تو هیچ خاطره ای از آن دوران ندارم و اگر تو نبودی کودکیم را گم می کردم کودکیم که هزار سال از آن گذشته گویی در زمانی و دنیای دیگر اتفاق افتاده است گاه ترس برم می دارد که مواد آنها را در خواب دیده باشم. هر شب که چند لکی عرب در آسمان می دیدم فورم پیدا می کردم. و به منزل خانم خانم میرفتم تا با رستم قصه ابرها را بگوییم. رستم آنها را به شکل خانه و دهشان تشویح می کرد و برایشان اسم می گذاشت. یک بار یک تکه ابر بزرگ مستطیل را نشانم داد و گفت اونجا مادر من خوابیده. پرسیدم چرا اونجا خوابیده دستش را روی سرش کشید این کاری بود که با ندرد داشت انگار موهایش نقطه اتکایی برایش بودند وقتی بزرگترها آن را کوتاه میکردند خجالتی و بیدفاع میشد مویش که بلندتر میشد انگار شجاعتش بیشتر میشد از سکوتی که در آن فرو میرفت بیرون میآمد بزرگترها هیچ وقت نمیدانند چه چیزی برای بچه ها مهم و حیاتی است مخصوصا بچه هایی که نه پدر داشته باشند و نه مادر گفت عزیزم میگه رفته آسمون و از اون بالا ما رو نگاه میکنه پرسیدم چرا پایین نمیاد گفت بر اینکه مرده وقتی کسی میمیره میره دیگه بر نمیگرده پرسیدم عزیزت کیه فکری کرد و گفت عزیزم مادر بزرگمه مادر مادرت یا مادر پدرت دوباره دستش را روی سرش کشید و گفت نمیدونم آنچه از تو و آمدنت به خانمان به یاد دارم خاطرهایی است که با شنیده و گفته های دیگران به هم آمیخته آنها را رو روی هم میگذارم میتوانم بگویم که اولین روز آمدنت را به یاد میآورم در کنار چادر خانم خانم تازه از خواب بعد از ظهر بیدار شدم و به پسر بچه تنهایی که وسط پله ایستاده است نگاه می کنم. هیچ چیزت برای من غیرعادی نبود. نه اسمت، نه اصل و نسب، نه موهای جولی داد، نه لباسهای غیر عادی و بزرگتر از تنت. فقط نگاهت گیجم می کرد. پاپا او را از ده آورده بود همونطور که صندوق های میوه را می, می دست بچه را می کشید و به میان پله می آورد. بعد رو به خانم خانم می گوید بیا یه نونخور بر تو بردم اینو دیگه از کجا آوردی؟ این دیگه چیه؟ پاپا میگوید این رستم پسر محمده آوردم کار یادش بدی دم دست ننه ها باشه مادرش مریض نمیتونه بهش برسه اسمش چیه؟ گفتم که رستم وا این همون رستمه؟ خانم خانم رویش را برگردان و گفت پناه بر خدا داری که من فقط شنیدم سرم را بلند می کنم که ببینم نانخور یعنی چه؟ کوچک، لاغر، کسیف و جولیده است سرش را پایین انداخته به زحمت می توانم صورتش را از میان موهای انبوه سیاهش تشخیص دهم از من کوچکتر است پاپا آورده بودش که به قول آنها جانی بگیرد و بتواند کار کند اما دو هفته نگذشته بود که خانم خانم دستش را گرفت و برش گردان ده گفت تفل بیگنا بی پدر و مادر دق میکنه حالا همینم هم مونده که مسئول جان بچه مردم بشم چند ماه بعد دوباره پاپا او را آورد این بار خاله ما هم برش کردند و یک سال بعد باز به شهر آوردندش این بار بزرگتر شده بود پاپا تا وسط حیات هلش داد داد زد اینو دیگه بر نگردون مگه میخوای زن باباش بکشدش با باباش که عرضه نداره جلون رو بگیره به طرز رقت انگیزی وسط حیات مچاله شده بود پاپا رو به آشپزخانه فریاد زد فاطمه ددری کدوم گوری هستین بیاین یکیتون اینو ببرین ننه بزرگ حراسان از حیات عقبی بیرون آمد و در حالی چادرش را روی سرش میکشید سلام می کرد و به طرف بچه رفت خانم خانم به بچه که سرگردان وسط حیاتی ایستاده نگاهی میاندازد ناگان از جا بلند میشود چادرش را که زیر پای من است و روی آن لم داده اما غرق تماشا هستم با هرس پس می کشد. سرم را بلند می کنم و با تعجب نگاهش می کنم. نمی فهمم چرا عصبانی است. به پاپا که به درگاه پنجره تکیه داده قرغوری می کند. همین وقت خاله ما هم وارد می شود. نگاهی به پاپا و خانم خانم که چادرش را به دور کمرش زده و بچه که نن بزرگ دستش را گرفته می اندازد. میکند. می کند پاپا پا با دیدن او به ته اتاق می رود. خاله ما هم دختر بزرگ خانواده است و برای خودش کسی است. قد بلند و لاغر است. موهای بلند و صافی دارد که پشت سرش جمع می کند و می زیر روسری. یک بار که موهایش را باز کرده و دورش ریخته بود از رنگ روشن و شفاف و حالت قشنگی که داشت تعجب کردم و پرسیدم چرا موهای به این قشنگی رو قایم می کنی؟ گفت اینطوری راحت حوصله بر رفتم با مومو ندارم. خاله ما هم در ظاهر ترکیبی از پاپا و خانم خانم است اما اخلاق و رفتارش به قول خودش مثل هیچ کس نیست پاپا گفته بود باید پسر میشد دختر شد خاله ما برخلاف میل پاپا به مدرسه رفته و دیپلمش را گرفته بود بعد خلاف میل پدر معلم مدرسه شده بود از اینکه خاله ما هم اهمیت به حرفش نداده بود نمی توانست او را ببخشد سر همین موضوع با دخترهای دیگرش یعنی مادر من و خاله پری سخت گیری کرده بود پاپا خودش را روشنفکت می داند و میگوید خوب فرق زن و مرد را درک می کند جای زن در خانه و جای مرد بیرون از خانه است خاله پری به خاله ماه ایراد می گیرد ما چوبت رو خوردید خاله ماه می گوید چوب خودتون رو خوردید اگه من به حرف اون رفته بودم در وضع شما فرق نمی کرد وضع من فرق می کرد خاله پری شکلکی در میآورد آورد می زنه. خانم خانم میگوید باز شروع نکن پری مادرم فقط تا کلاس ششم درس خوانده و خاله پری تا کلاس نه این تصمیم گیری قبیله ای تا خواهر من ناهید نیز موثر بوده او دیپلمش را توانست بگیرد همین که دکتر داروسازی که زیر دست پدرم کار میکرد از او خواستگاری کرد دور دانشگاه را خط کشید پسرها اما باید درس میخواندند به هر مکافاتی که شده حال ما هم از همان ابتدا با پاپا حساب خود را رو روشن کرد به رغم فکر و خواست او معلم مدرسه شد پاپا کار کردن دختری از خانواده متمول و سرشناس را که دستشان به دهانشان می رسید کسر شن می دانست و خلاف میل او شوهر کرد ازدواجش مورد موافقت پاپا نبود اما مجبور به قبول آن شده بود غلام خان شوهری نبود که آنها انتخاب کرده باشند پاپا گفته بود بیشتر از این قابلیت نداره بده بره از شرش را شو این دختر برای دختر نمیشه زن مردمه غلام خان قد متوسطی داشت نه چاق بود نه لاغر کنار خاله ما هم که میستاد به نظر چاق میآمد صدای بم و گرمی داشت مهربانترین صدایی که تا به حال شنیدم میتوانستم ساعتا در آرامش آن صدا رها شوم. آنچه میگفت برایم آنقدر مهم نبود که گوش سپردن به صدایش مهم بود خودشم به اندازه صدایش مهربان بود او تنها کسی بود که برای من برای من و رستم قصه خوانده بود در روزمایی که میخرید اگر قصه ای چاپ شده بود برای من میخوان ما روزها در افسون آن غرق میشدیم و خودمان را به جای قهرمان آن میگذاشتیم خاله ما و قلام خان بچه ندارند بچه دار نمیشوند هیچ کس نمی تقصیر از کدام است قلام خان نازم مدرسه است که خاله ما هم در درس میدهد و از وقتی قلام خان برادر زاده پاپا را از مدرسه بیرون کرده دیگر دشمنی پاپا با او علنی شده خاله ما هم میگوید هنوز یه هفته سر کلاس نرفته بود که بچه مردم به باد کتک گرفت پاپا میگوید از کی تو حالا قلام وسیع بچه مردم شده از همه وقتی که معلمی رو قبول کرده این پسرموی ما که فکر کرده میتونه درس رو با کتک تو کله بچه ها کنه قلامم با کسی رو دروازی نداره اشتباه جناب غلام خان همینه از قدیم و ندیم گفتن چوب معلم گل هر کی نخوره خوله غلام اگه از این معلم ها میخواست زیاد بود اتیش به مرتزه نبود که شما هم سفرشه بکنید حالا خیلی سره چقدر به سفرش ما احترام گذاشته ای خیلی زرنگ بر خودش یه طوله دست و پا کنه همین وقت سر و کلی لوسی از توی راه رو پیدا شد. گربه هنایی و زیبای خانم خانم که دست هیچ کس بهش نخورده جز خانم خانم. گربه که لوس و مغرور است و برای همین هم پاپا اسمش را لوسی گذاشته. خانم خانم به همین دلیل خیلی دوستش دارد چون جزو کسی را نمی و از احدی حرف چنوی ندارد. ما بچه ها اگر خودمان را بکشیم ممکن است اهمیتی به حرفمان بدهد. رفتار بی او دشمنی نهفته در ما به وجود آورده که از ترس خانم خانم بروز نمی دهیم. این دشمنی در برادرها و پسرخاله هایم به حد اعلاست. لوسی با هزار ناز و عشوه می آید کنار خانم خانم روی چادر نماز او دراز می کشد. خانم خانم نازش می کند و قربان صدقهش می رود. گاهی با احتیاط نزدیکش می دستمان را می گیرد و می پشت گربه که آهسته نازش کنیم. اما لوسی حتی در این طور وقتها هم گوشهایش را تیز می کند. اگر محکمتر از معمول نازش کنیم کمرش را از زیر دستمان خالی می کند بلند می شود و از اتاق بیرون می رود. اجازه هم نداریم دنبالش کنیم. تا ما به در اتاق برسیم او پریده روی پشتبان بام و ناپدید شده. لوسی با قدم های سنگین و آرام از راه رو می آید. نگاهی به دور برش می اندازد و یک راست به طرف رستم می رود. به او نگاه می کند. کفش و پاچه شلوارش را بو می کشد. رستم خم می شود و پشت او را ناز می کند. لوسی سرش را بالا می برد و پوزش را به آستین او می مالد. خانم خانم چادر به دست با تعجب و دقت به آنها خیره شده است. پاپا که از ته اتاق به بیرون نگاه می کرد ابروهایش را بالا می کشد. تو سرت را بلند کردی فقط به من نگاه کردی. انگار جرأت نداشتی به صورت بزرگتر را نگاه کنی. نگاه متعجب من و نگاه سرگردان تو به هم دوخته شد لوسی پایین پای تو روی زمین دراز کشید اما تو خم نشدی نازش کنی پدر من بهترین داماد پاپا و خانم خانم است که به همه آرزوهای آنها جامعه عمل پوشنده پدرم دکتر داروساز است و صاحب یک داروخانه بزرگ و معتبر و دو برادرم یکی چهار سال و دیگری دو سال از من بزرگتر هستم مادرم یک پاپای دوم است. انگار قسمتی از روح پاپا را در بدن او کار گذاشتند. برای همین پاپا او را بسیار دوست دارد. چنان محبوبه ای میگوید که آدم دلش میخواهد برگردد و ببیند این محبوبه کدام زن زیبایی است که اینطور با احساس اسمش را بر زبان میآورند. مادرم میانه بالا و لاغر و سبز روست. مانند پاپا موهای فرفری سیاهی دارد که همیشه پشت سرش مهارشان میکند. مثل پاپا کم حرف و اخمو است و زبان تیزی دارد. لباسش هم تا آنجا که به یاد دارم همیشه یک بلوز و یک دامن بود. انگار صد دست بلوز دامن رنگ و وارنگ داشت که به وقتش عوض می کرد و چندین جفت سر پایی که از پایش در نمی آمد مگر وقت خواب. خسته که بود آنها را لخ لخ به زمین می کشید و خانم خانم که صدای پای مادرم را می شنید می گفت دوباره محبوبه و لخلخ سرپاییش داره میاد نه نسو تا قرقرش شروع نشده یه چایی برش بریز رفتار و طرز فکر مادرم مانند است. این را از روزی که رستم به خانه پاپا آمد حس کردم یک دشمنی تمام نشدنی و بی دلیل با او دارد قوری هم که به من میزند به خاطر اوست خاله هم اما داستانی جدا دارد در خانه خاله پری همه چیز رنگی از شادی داشت و از اینکه پاپا همیشه قرقر میکرد و پایش را آنجا نمیگذاشت تعجب میکردم پاپا پشت سر شوهر خاله پری او را فکلی و قرتی مینامید برای اینکه هر وقت دوره هم جمع می شدیم پرویز خان ویولونش را می آورد و آهنگای قشنگی می زد که با آن می رخصیدیم. خاله پری اول از همه بلند می شد. وسط اتاق دستهایش را بالای سرش به هم جفت میکرد و غر میداد و ما را یکی یکی بلند میکرد همه ما رقص را از او یاد گرفته ایم خانم خانم نگاهش میکرد و میگفت نمیدونم این رقاصی را از کی یاد گرفته طوری و نگاهش میکرد که معلوم بود خودش بیشتر از همه از رقص او لذت میبرد خاله پری کوچکترین و خوشگلترین دختر خانم خانم و پاپاست یعنی که شکل خانم خانم هست خانم خانم این را همه جا میگوید و خاله پری هم میخندد و حرفش را تصدیق میکند. خاله پری قد متوسطی دارد که به پاپا رفته و بدن پرش به خانم خانم. چشمایش اصلی رنگ است، بینی کوچک و لبهای قلوهی هوسانگیزی دارد. موهایش را همیشه به مد روز کوتاه یا بلند میکند و آرایشگاه رفتنش ترک نمیشود. شود. خاله پری و پرویز خان دو تا پسر همسن برادرهای من دارند. پاپا میگوید، این مرتی که ایسیت خانواری ما رو به باد میده حاضر است اگر موقعیت جور شود طلاق خاله پری را از او بگیرد اما خانم خانم میگوید ما نمیتونیم برای اونا تکلیف روشن کنیم حالا فرض کن طلاقشو گرفتی با تو تا بچه میخواد چیکار کار کنه؟ پری شوهرش دوست داره و وسلام. نمیتونی با حال خودشون بذاریشون؟ پاپا پا اخ میکند و میگوید تو انگار با هرچی من بگم مخالفی خانم, خانم میگوید بذار دو نفرم توی این خونه لبخند به لب داشته باشن ای داره وقتی که خاله پری دخترش را حامله شد پاپا جنجالی به پا کرد که شوهر خاله پری رفت آن طرف شهر یعنی دور از محله ما خانه ای گرفت و خاله پری و بچه ها را برد آنجا خاله پری البته باز هم هر روز ماشین می گرفت و به خانه ما می آمد و همیشه هم گریه کنم برمیگشت بعدن هم که بچهش به دنیا آمد همان دختری که من میخواستم اسمش را ستاره بگذارم به بهانه اینکه از پس بچه داری بر نمی آید یا باید یکی از ننه ها پهلوی او برود یا او برگردد به خانه خودش برگشت. اما پرویز خان خانه آن طرف شهر را پس نداد و بیشتر وقت آنجا میماند. پاپا راضی بود و خرج خاله پری را هم میداد که چشمش به پرویز خان و ویولونش نیفتد. اما خاله پری می آقا زندگی منو به هم زده شوهرم از من گرفته خانم خانم لبخندی میزد و میگفت خیلی هم شوهر تو نگرفته دیگه نکنال و بس کن رستم به من میگفت که شبها پرویز خان به خانه خاله پری میآید و صبح زود از آنجا میرود چند سال بعد خاله پری متوجه شد که پرویز خان رفته و یک زن دیگر گرفته از آن پس خانه خاله پری از شاری ها خالی شد و خاله پری یک چشمش اشک بود و یک چشمش خون پاپا به خانم خانم گفت حالا معلومی که حرف من درست بود این مرتی که بسته ناجور بود خانم خانم دستش را تکان داد که دختره رو بدبخت کردی حالا فکر مونه حق با تو بوده تا اینکه پردیس یک روز رفت و غیب زد شاید هم پاپا واقعا به دست یکی از رعیتهایش او را کشته بود از پاپا این کارها بعید نیست خاله پری نفرینشان میکرد هم پاپا را و هم پردیس خان را اما روز به روز خوشگلتر میشد خانم خانم میگفت بچم حروم شد با همه قصه که میخورد آدم می میکرد به صورتش نگاه کنه اگه این بچه رو نداشت هم الان هزار تا خواستگار داشت خانه پاپا و خانم خانم با خانه دیگر متفاوت است به خاطر بودن ننه بزرگ و ننه ددری وحشت قول بودن پاپا را قشقش خنده های ننه ددری جبران میکرد ننه ددری بهترین زن است که دیدم غذا که میخورد دستهایش را روی سینهش به هم جفت میکند آرنجش را به طرف بیرون حرکت میدهد یعنی دارم از این طرف اضافه میشوم شانهش را بالا میاندازد و می‌خندد و میگوید خانم جان مگه آبم بخورم روز به روز گندهتر میشم ننه بزرگ زیر لب میگوید آب خالی هم که نمیخوری خانم خانم میگوید همچین آب خالی هم نمیخوری آدم سیر جلو تو بشینه گرسته میشه والا هرکس اینطوری نون خالی رو سق بزنه به بدنش گوشت میشه ننه بزرگه میگوید خانم حرف نان و آب نیست از بس بیخیاله مثل بچه هاست مگه نمیدی چطوری با این بچه قاطی میشه خب ننگ کار که نداره زن گنده گرگم به هوا و تناب بازی میکنه من که سردر نمیارم بر همین بچه خوبه والا ننه بزرگه و ننه ددری دو خواهرم که انگار از اول عالم در خانه خانم خانم کار میکردن و فکر میکردیم تا آخر عالم هم خواهند بود ننه بزرگه قد بلند و دروشه هیکل بود صدای بلند و محکمی داشت بیشترین کارو در خانه انجام میداد ننه ددری هیچ وقت توی خانه بند نمیشد به هر دلیل و بهانه از خانه بیرون میرفت و به مرور زمان خورده خریدهای خانه رو به عهده گرفته بود و اسمش را ننه ددری گذاشته بودند اسم نن بزرگ فاطمه خانم و اسم نن ددری خاور بود اما ندیده بودم کسی به جز قریبه ها آنها را با اسمشان صدا کند یک چند به ما بچه ها گوستد کردن که آنها را فاطمه خانم و خاور خانم صدا کنیم اما قضیه چنان مزهک شد که از خیر آن گذشتند ننه بزرگ بدش نمی اومد. اما ننه ددری به خانم خانم گفت خانم وقتی بچه فاطمه خانم یا خاور خانم صدا می کنن برم در کوچه رو باز کنم به اینکه مهمون اومده بعضی ها انگار برای این به دنیا آمدن که دور بر خود را پر از تاریکی و غم کنند. نن ددری هم برای این بود که همه جا را پر از شادی و خنده کند. با اینکه همه به او غور می و سر به سرش می که بی خیال است و اگر دنیا را آب ببرد او را خواب می ببرد. اما در نهان همه به اهمیت وجود او در خانه آگاه بودند. در خانه‌ای که پاپا آقای آن بود که در هوار کشیدن و نعره زدن شهره آفاق بود و دست بزن داشت و پسرهای خانواده و نوکرها بارها از او سیلی و فوش خورده بودند وجود ننه ددری موهبت بود با اینکه هزار زخم زبان از زن بزرگ و خانم خانم میشنید ذره ای از خندههایش کم نمیشد یک پای بازی ما بچه ها بود اگر قصه ای داشتیم سرمان را گرد میکرد و دلداریمان میداد بزرگترین خوشحالیش این بود که چیزی از او بخواهند انجام کاری هوس غذایی بالاترین مایه غرورش این مایی بود که پاپا غذایی را نام ببرد و مثلا بگوید دادری امشب هوس آش کردم ببینم چی کار میکنی دیگر کسی جلودارش نبود فورا دست به کار میشد زیر لب آهنگهایی زمزمه میکرد که همه یاد گرفته بودیم یک مشت ضربالمثل میدانست که در موقعیت های مناسب و نامناسب از آنها استفاده میکرد و مخصوص خودش بود اگر کسی جای آنها را بازگو میکرد همه میخندیدند و میگفتم این کمال مال ننه ددریه گاهی در مقابل چیزی که از او میخواستیم سعی میکرد سختگیر و جدی باشد با دقت به حرفهای من گوش میداد و اخمهایش را در هم میکرد و میگفت نه کمی که اصرار میکردیم نر میشد و میگفت به شرط اینکه به کسی نگی وگرنه آقا بزرگ منو میکوشه راه که میرفت حرف که میزد یک جور بیخیالی و آسودگی در اون نهفته بود که ننه بزرگ را از کوره به در می بود و ما بچه ها نمی فهمیدیم چرا قدم هایش کوتاه تند و مصمم بود سرش را بالا می گرفت، دستهایش دست هایش را صاف دو طرفش آویزان می کرد و آهسته تکان میداد. بدون که به اطرافش نگاه کند ادا در می آبرد و ریز می خندید پسرخاله ها و برادرهایم ادایش را در می آبردن و خودش بیشتر از همه قش و ریسه می رفت. کودکی خستگی ناپذیر و بزرگ نشدنی در وجودش بود یک روز همه گلدان های حیات را جمع کرده و دور حوز چیده بود و گفته بود اینطوری قشنگتر است هرچم هم الاوردی شوهرش که ما به او آقا وردی می گفتیم گفته بود کاری به آنها نداشته باشد گفته بود تو کارت نباشه نل بزرگ بارها زده بود روی دستش که خدا به داد برسه اگه آقا بزرگ بیاد پوست تو قلفتی میکنه جون آقا بزرگه و این گلدونا به سرت زده مگه زن؟ جا به گلدان ها که پاپا شماره و قد و اندازه و دانه دانه گلهایش را می از دید ما هم فاجعه بود خانم خانم هم دست روی دست میمالید و سرش را تکان میداد. داد عجلش را آورده خودش می داره چشش کور پاپا که آمد ننه بزرگ آهی کشید و فورا به آشپزخانه رفت اما از گوشه در مواظب بود خانم خانم از توی اتاق حواسش به حیات بود من و رستم پشت درخت ها پنهان شده بودیم پاپا تا وارد شد متوجه گلدان ها شد و داد زد الو وردی دداری ننه بزرگ از آشپزخانه در و گفت ددری رفته خبر مرگش نون بخر فرمایشی داشتی پاپا نگاهی به گلدان انداخت و گفت این گلدونه رو ددری درست چیده ننه بزرگ گفت پس فکر میکنه این کاری کیه آقا میگم بذار دوباره سر جاشو الاوردی کجا بود نده بزرگه گفت آقا الاوردی مگه از پسش بر اومد بیچاره از صبح هر و جوش خورده حالا هم از خجالت شما رفته تو اتاقش صداش کنم پاپا سرش را تکان داد که نه بعد شنیدم در اتاق به خانم خانم گفت اینطوری بدم نشده خانم خانم گفت پس دیگه ولش کن یه چند وقت همینطوری باش علو وردی بنزی کافی قربش زده انگار همه میدانستن که نمیشد پا به پای او و به اندازه او زنده بود و زندگی کرد اگر جایی قرار بود برود صد دفعه تا دم در میرفت و برمیگشت خانم خانم داد میزد بس دیگه برو چقدر می کنی؟ رفتم خانم رفتم باز دوباره دم درگاه برمیگشت و مطلب تازی رو که یادش افتاده بود شروع میکرد خانم خانم میگو خب خب ددری برو زور شد خاک آلم مگه میره زن برو دیگه میرفت و دو قدم نرفته دوباره بر می گشت. به ده که میرفت خانه میشد غم خانه از روزی که میرفت تا روزی که برگردد منتظرش بودیم و هزار دفعه میپرسیدیم کی برمیگرده خاله پری ابرو شب بالا میانداق پوزخندی میزد و میگفت خدا شانس بده همه برای آمدنش روز شماری میکردیم جای خالیش را فقط ما بچه های است نمی کردیم بزرگترها هم دل بستش بودن خانه با او بیدار می شد و با او به خواب می رفت به ستاره که فکر می کنم از این گت کوچکی از آن چه ما داشته و از آن لذت برده ایم را نداشته و ندارد دلم می گیرد از ایستگاه کوچکی بی آنکه در آن که توقف کنیم رد می شویم گروهی از بچه های مدرسه همراه یکی دوتا از معلمهاشان در انتظار قطاری اند. و احتمالا به یک گردش بیرون شهر می روند. جان از کنار روزنامه نگاهی به من می اندازد. نگاهی بیشتر از سر عادت تا توجه. او کاملا با این گوش از دنیای من بیگانه است. آدمی است در گرا، ساکت و وابسته به عادتهای روزانهش. روزهایش مانند ساعت برنامه ریزی شده و منظمند. هیچ فکری را نمیتوانم در چشمهایش بخوانم. یک بار چشمهایش سرمه شد سرمایی سرمایی از آن روز با اطمینان می توانم بگویم که آدمای عاشق چشم هایشان ای است دلم میخواهد مدادی بردارم و چشمایش را رنگ سرمایی بزنم چشم سرمایی مرا به یاد سنت مهتاب می اندازد احتمالا وقتی به سنتش را می نوشته به رنگ سرمایی فکر می کرده است اولین بار سنت مهتاب را از رادیو شنیدم اما لحظه توانستم حسش کنم بیان که بدنم چیست قبل از آن همه ما به را می شناختیم. در دفترچه عقاید درباره سوال آهنگساز مورد علاقه می نوشتیم به و در برابر آهنگ مورد علاقه می نوشتیم مرا ببوس به چارچوب در اتاق تکیه داده و به رادیو گوش می دادم. وقتی گوینده نام قطعه را اعلام کرد فهمیدم چرا آنقدر توجه هم را جلب کرده بود آهنگ ما بود آهنگ من و تو دنیای من جهانی شده بود برای محتاب آهنگ های زیادی نوشته شده اما سنت محتاب بتوون خود محتاب بود باید فورا خبر را به تو میرساندم داستان ابرها را تو به من یاد دادی و بتوون را من به تو شناساندم گفتم یک آهنگ شنیدم به اسم مهتاب نمیدونی چقدر قشنگه اگه بشنوی میفهمی چی میگم نگاهم کرد و لبخند زد نمیدانست چه میگویم و منظورم چیست گفتم باید صفحه یا نوار آهنگ رو پیدا کنم و برات بذارم تا بدونی مقصودم چیه خب نمیتونی اونو برا بزنی بزنم همینطوری با دهنت سرم را تکان دادم از این آهنگهایی همینطوری نیست آن وقتا در تهران مغازه صفحه و نوار فروشی انگوش شمار بود. مشتری هایشان هم بیشتر شاگردها یا معلم های مدرسه موسیقی بودند. شاگرد مدرسه های مانند من قدرت خرید صفحه را نداشتند. اما وسوسه که به جانم افتاده بود رهایم نمی سرانجام دل به دریا زدم و به یکی از مغازه های و نوار فروشی رفتم. با اندکی تردید با تأکید خاص روی اسم آهنگ به خیال اینکه فروشنده را کاملا متوجه منظورم کرده باشم محتاب اثر بتهوون را خواستم فروشنده با خوشرویی گفت از اینکه دختر خانمی چنین با سلیقه به سراغش آمده خوشحال است و از میان صفحه ها یکی دو تا را آورد جلو من گذاشت و پرسید کدوم ترجیح میدید با بلا تکلیفی پرسیدم مگه چند آهنگ از محتاب دارید لبخندی زد سانت محتاب به یکیه اما اجرای متفاوت داره یکی از سفار نشانم داد این اجرای آرتور روبینشتن پیانیست روسیه از بهترین اجراهاست است صفحه دیگری را برداشت این یکی رو هم شراچر کاسکی زده اونم روسیه کارونم بی نقصه. البته این یکی هنوز خیلی جوون و در قید حیات هیچ یک از اسم ها برای ماشنا ما نبود فکری کردم و گفتم راستش من این اسمها رو نمیشناسم اما دست کم اون رو که هم اسم خودمه بر دارم. پرسید اسم شما چیه؟ گفتم شورا بعد پرسیدم نوارشو ندارید؟ فکری کرد و گفت میتواند آهنگ را روی نوار برایم ضبط کند در منزل ما یک گرامافون قدیمی داشتیم که پدرم از آلمان آورده بود برادرم هم به تازگی یک ضبط صوت برای خودش خریده بود که اجازه نداشتیم آن دست بزنیم به جزو غلام خان یک ضبط صوت داشت و تنها کسی بود که ممکن بود اجازه بدهد نوارمان را در آن بگذاریم و گوش کنیم بعد از ظهر گرم تابستان بود بیشتر اهل خانه در خواب بودند نوار را در کیفم گذاشتم و به خانه خال ما هم رفتم خانه خال ما هم بهترین پناهگاه برای من و رستم بود در آنجا می توانستیم آزاد باشیم می توانستیم هر قدر دلمان می خواهد بازی کنیم بعضی روزها آنقدر دور حوز می که نفسمان می و از دردی که توی پهلویمان می پیچید خم می شدیم و زیر می یک دیگر را نگاه می کردیم یا غروب ها روی تخت کنار حیات خاله ما هم و قلام خان که همیشه سرشان گرم کتاب خواندن یا ورق صحیح کردن بود دراز میکشیدیم و برای ابرها و شکلهای عجیب و غریبشان اسم پیدا میکردیم مسابقه ای که هیچ تمامی نداشت و هیچ کدام برنده یا بازنده اش نبودیم خاله ما و قلام خان از خنده های بلند و پچ پچ کردن های منارهت نمی قره و مانند کاراگاه ها مواظب ما نبودند. هیچ وقت نمی گفتن باید ساکت باشیم و شیطانی نکنیم. یک بار قلام خان به خاله ما هم گفت این بچه ها شیطونن اما بی تربیت نیستن. خاله ما هم گفت برای بچه صدا جزی از زندگیه برای بزرگتر سکوت جزی از زندگی میشه. باید سالها می گذشت تا به مفهوم حرف او پی ببرم. امروز ساکت بودن و سکوت برایم شکل دیگری گرفته است. هیچ وقت از آن خوشحال نبودم. سکوت من انتخابی نبوده. و برایم چندان جای سرفرازی ندارد. سر راه به رستم که داروخانه پدرم را میبست گفتم که همراه هم بیاید تا نوار را گوش کنیم. لبخندی زد و گفت از حال شده نوار ما؟ صبر کن تا گوش کنی و بفهمی منظورم چیه؟ خال ما هم و غلام خان تازه نهارشان را تمام کرده بودند. غلام خان با دیدن نوار به ضبط صوت که روی تاخشه اتاق بود اشاره کرد و گفت بلدی باش کار کنی؟ گفتم بله گفت بسیار خوب روزنامهاش را رو برداشت و به اتاق دم دری رفت خالما ما هم در حالی که ظرفهای ناهارشان را رو از روی میز برمیداشت به رستم که میخواست آنها را از دستش بگیرد و به آشپزخانه ببرد گفت خودش میبرد بعد هم میرود کمی بخوابد نوار را در ضبط صوت گذاشتم رستم کنار در ایستاده بود گفتم بیا بشین با سر اشاره کرد که خوب است و همانجا ایستاد یکی از ویژگی هایش همی یک دندگی بود گاهی از آن دلخور می شدم گاهی از آن سردر نمی آوردم بعد هم به آن عادت کرده بودم نوار را که گذاشتم از زیر چشم به او نگاه کردم با تمام وجود دلم می خواست او هم احساس مرا داشته باشد و آن را درک کند سرش پایین بود و با دقت گوش می داد نیمه های آهنگ آهسته کنار در سر خورد و روی زمین نشست تمام مدت سرش پایین بود هیچ چیز نمیتوانستم از قیافش بفهمم قسمت اول آهنگ که تمام شد نگاهش کردم نفس بلندی کشید و آهسته گفت یه دفعه دیگه بذار گفتم بیا نزدیکتر بشی نمیخوام رو زیاد بلند کنم گفت میشنوم نوار رو از اول گذاشتم گاهی از پنجره به آسمان نگاه می کرد. آهنگ که تمام شد گفت اینو باید شب گوش کرد وقتی که ما تقلا میکنه خودش رو از زیر و گوشه کنار ابرا بیرون بکشه پرسیدم دوست داشتی دوست داشتن چیزای قشنگ خیلی راحته من از همون اول که اونو شنیدم یاد مهتاب افتادم گفت مثل بستنیه گفتم مثل رنگ سرمه‌ای مثل مهتاب دستی روی سرش کشید یه دفعه دیگه بذار فروشنده مغازه صفحه فروشی مرد بازوق و خوش است دفعه بعد به آنجا میروم و میپرسم که به آهنگ دیگری در مورد محتاب ندارد میگوید گوید آهنگ های زیبایی دیگری داره که اگه بشنوید حتما به اندازه سنت محتاب خوشتون میاد سکوت می نمیدانم چه بگویم در خانه ما موسیقی فقط همان است که از رادیو میشنویم فروشنده از سمفونی های میگوید می گوید و اضافه می کند سمفونی شماره پنجش رو روی صفحه دارم. میگویم ما فقط ضبط صوت داریم لبخندی میزند و میگوید برای شما که دختر خانم با علاقه هستید میتونم رو نوار پیادش کنم برای گرفتن نوار که میروم میگوید چون نوار زیاداش یک قسمت از سمفونی شماره 6 را هم براتون ضبط کردم و در فرصتی که پول میدهم میگوید هر یک از کاراش داستان و معنایی داره میپرسم مثل محتابش به سمفونی شماره پنجش میگن سرنوشت اینطور به در میکوبد و در پاسخ نگاه پرسش آمیز من اضافه میکند گوش که بدید متوجه میشید و اسم سمفونی شماره 6 پاستوراله یعنی سمفونی شبانی پر از آوازه جنگل طوفان و نقمه های چوپان و پرنده است یکی از زیباترین کارهای موسیقی جهانیه علاقه و بی اطلاعی مرا که می بیند اضافه می کند. کتابی در تفسیر موسیقی هست تا چند وقت پیش یکی دو نسخه داشتم در اون کتاب کارهای معروف تفسیر و تحلیل شده احتیاج نیست که آدم موسیقیدان باشه و از رمز و راز موسیقی سر در بیاره تا بتونه به توبن دوست داشته باشه میگویم دوست داشتن چیزهای زیبا خیلی راحته میگوید کاملا حق شماست به تو مانند چشمه ی زلال و جوشان به تو برای هر شنونده چیزی داره برای همینم به تو شده میگویم خوش شما که میتونید هر آهنگی دوست دارید گوش کنید لبخندی میزند و من تا بناگو سرخ میشوم فقط سالها بعد است که میتوانم به ساده دلی خودم مانند آن فروشنده بخندم از آن پس با موسیقی بتون به دنیای تازه راه پیدا می کنیم و قدم به قدم به دنبالان کشیده می شویم. دنیایی کاملا ناآشنا با افسونی بی پایان. می گویم چه زیباست. می گویی چه آرامشی دارد. میگویم باور نکردنیست. می گویی من باور می کنم. می چه خوب می شد به که برای پیچیدن نسخه میآیند بگویم به جای خوردن آن دواها بنشینند و به سمفونی های بتوون گوش بدهند و ببینند چقدر حالشان بهتر می شود. می خندم و میگویم اون وقت بابام دارو خونش رو ورشکست می کردی. اما قبل از اینکه ورشکست بشه اول منو بیرون می کرد. چه بهتر؟ اون وقتی که دلت از دوا به هم نمی از یه چیزی که به هم میخوره. از چه چیزی؟ فرق نمیکنه دوا یا غیر دوا به هر حال آدم همیشه از یه چیزی حالش به هم میخوره. بعدا نواری درست میکنیم که راز من اوست نوار با صدای سازهای ذهی سمفونی شماره شش شروع می شود نقمه هایی در جنگل میپیچد و میانشان در گوش کنار پرنده ای می خاند بلبلی چهچهه می زند حد صدا می کند باد میان درختان میپیچد، اما پیش از آن که طوفان شروع شود آنجا که نقمه ها کوتاه و آهسته می ناگهان ناگان مهداب بر درختان تاریک تاله می شود ابرها در حرکتند و سکوت همه جنگل را پوشانده است و در لحظه ای که مسهور زیبایی هستم سرنوشت با همه نیرویش به در میکوبد از این نوار یکی من دارم یکی رستم هیچ کس راز آن را نمیداند این نوار برای مانند قرص های آرام بخش است رستم به خاطر این نوار یک ضبط صوت خرید میخواست آن را به من هدیه بدهد گفتم نه گفت برات یکی میخرم از حقوقم گفتم نمیخوام پرسید چرا حالا از خودم میپرسم چرا و تنین آنچون فریادی در دلم میپیچد نمیخوام دیگه چیزی نگفت دستش را توی موهایش فرو برد آنها را به هم ریخت و صافشان کرد کاش میتوانستیم در قطارهای در حال حرکت باشیم و جز یک بلیت دائمی نداشته باشیم میتوانستیم مردم را تماشا کنیم و برای زندگیشان داستان ببافیم زندگی هایی که شبیه هم هستند و کوچکترین شباهتی به هم ندارند مانند ابرها او در سنی کار کردن را شروع کرد که بچه های دیگر مدرسه را شروع می کردن. هر روز صبح که روپوش های مدرسه من را می و کیف و کتاب من را بر می تا به مدرسه برویم رستم به داروخانه پدرم می رفت. همه به او که مجبور نبود تمام روز روی نیمکت بنشیند و به درس گوش بدهد مشق بنویسد و درس حاضر کند حسادت می کردیم. بچه ها قدر خوشبختی هایی را که دارند نمیدانند. ماندنش اما در داروخانه طولی نکشید بوی دارو حالش را به هم میزد و آن حساسیت داشت برای حساسیتش کتک سختی از پاپا خورد باور نمیکرد یک بچه دهادی بتواند به چیزی آن هم به بوی دارو حساسیت داشته باشد باور کردن اینکه تنبل است و نمیخواهد کار کند برایش راحتتر بود اما کتک فایده ای نداشت دست خودش نبود پدرم گفت نمیشود آقا این بچه نمیتواند اینجا بماند در خانه به مادرم غر میزد پدرت که نمیتونه به همه زور بگه بعضی این هن بوی دو حالشون رو به هم میزنه دست خودش نیست حالش به هم میخوره کاری نمیتونه بکنه برای رو دارخونه من خوب نیست مردم فکر میکنم معتاد مریضه من زمان بچه مردم نمیشم دست کم اگه بزرگتر بود آن وقت پاپا پس گردنش را گرفت و برد گذاشتش پهلوی جواد آقا که دو تا مغازه پایین تر از داروخانه پدرم پینه دوزی داشت. خاله ما هم یک روز جواد آقا را می و میگوید این رستم چقدر برای کار میکنه؟ خانم کار که چرز کنم انقدر کوچیکه که کف چونه نمیتونه تو دستش بگیره. خب پس لازم نیست هر روز نگهش داری؟ یک دو روز در هفته بسه روزه دیگه بفرستش بره خونه خانم ول ما حرفی ندارم برای اینکه رو آقا بزرگ و زمین نندازم قبولش کردم همین یه دو به پایی بیشتر نیست میدونی که بچه به این کوچکیه اگه ببینن ازش کار میکشی جریمت میکنن خانم ما که نمیتونیم رو حرف آقا بزرگ حرف بزنیم ما کوچیک آقا بزرگیم این بچه هم کاری ازش بر نمیاد حالش هم به هم میخوره نمیدونم چه دردی داره از من گفتن میان در دکنتو میبندن خانم تقصیر ما که نیست بیان ببندن تازه خانم این دکان ما چه قابلی داره این حرفا چیه جواد آقا خودت میدونی که زحمت همه کفشای ما با توه بدون شما کار این محله نمیچرخه فقط حواست باشه این بچه رو نباید تمام روز تحت دکون زندونی کنی یک دو ساعت که کار کرد بفرستش بره خونه خانم به پیغمبر من حرفی ندارم فقط اگه آقا بزرگ بفهمه تو بچه رو بفرست خونه من با آقا بزرگ میگم اونو بزه به عهده من از اون بابت نگران نباش جواد آقا هم از ترس پاپا و گفته های خال ما هم گیج شده بود و دیگر تکلیف خودش را با بچه که کاری هم نمی توانست برایش بکند نمیدانست و جرات نمی کرد آنطور که رسمش بود و دلش میخواست از او کار بکشد. هر طور بود و این بهانه که پسر خودش را سر مغازه آورده عذرش را خواست. پاپا بار دیگر پس گردنش را گرفت و به داروخانه پدرم برد و با افتخار اعلام کرد و چنان گوشش رو چرخوندم که حال به هم خوردن یادش بره زن و مردی میان سال با سر و بعضی مرتب دنبال جا میگردند با دقت به سندلی ها نگاه میکنند دوتا جای خالی کنار هم پیدا کنند از جلو ما که میگذرند بوی عطر گران قیمت زن در مشامم میپیچد مرد چند روزنامه زیر بغل دارد و کیف به دست دیگرش است و جلوتر از زن میرود و جای خالی را بررسی میکند زن هم دو مجله پربرگ در دست دارد و کیفش را روی شانه انداخته است. بیخیال خیال و آسوده او را دنبال می کند. با نگاه دنبالشان می کنم. چند ردیف دورتر جایی کنار هم پیدا می کنند. از اینکه اصرار دارند پهلوی هم بنشینند تعجب می کنند با آن ها دیگر چه فرقی برایشان دارد که کجا بنشینند. با چنین دیواری تا مقصد هیچ کدام یکدیگر را نخواهند دید. چه کسی باور می کند؟ نوشته رو انگیز شریفیان همه فکر و ذکرم امتحانات دیپلم و کنکور پس از آن است اما ته دلم ترجیح می دم کتاب داستان بخوانم و در رؤیا فرو روم رو به رستم می بهار مگه میشه درس خوند و نگاهم در چشمهایش که در ته آن خنده ای شیرین اما عذاب دهنده موج می زند گم می شود از گفتم پشیمانم یک بار به داروخانه رفتم تا بسته دارویی را که مادرم سفارش داده بگیرم بسته را آماده کرده بود آن را روی پیشخان که به دستم میداد دستش را روی دستم گذاشت دلم لرزید حتی نتوانستم نگاهش کنم گفت اگه میدونستم خودم برات می آوردم گفتم مال من نیست راه همگه دور نیست تا هم لازم نیست اینقدر حاضر به خدمت باشی خندید دوباره همان نگاه بسته را برداشتم و به سرعت آنجا را ترک کردم فاخته گفت همینطوری جوونی ما هدر میده روزی که باید عشق کنیم و خوش باشیم با ترس و لرز امتحان از دست میدیم میگویم چاره ای نداریم داریم تو هم لازم نیست انقدر از عشق دم بزنی چرا این روزا با همه دعوا داری اگه دعوا میخوای بر داروخونه خونه دیروز هم نزدیک بود با رستم دعوا کنم با من تعارف میکنه مثل غریبه ها از نگاه چیزی نمیگم ادامه میدم حالا خودم رو نمیفهمم نمیدونم چم شده شانایش را بالا میاندازد و میگوید چارش جو بیخیالیه که اونم نمیذارم داشته باشی تو خونه ما همه مثل جاندارما چشمی منو میپان تو رو دیگه چرا تو که مشکلی نداری حالا که من بگم یه چیزی نه اینکه هر سال چاگر دول نمیشی بمیرم برات که خیلی جای قصه داری ترس من از کنکوره ترس که نگو مشکل مادرجون منم همینه اونم اگه کاری نداشته باشه مهران کوکش میکنه چون اون قبول شده من اگه قبول نشم وا ویلا تا از این یه ساعت گویندگی تو رادیو انگار خاره و به چش همه میره نمیدونم چه زدیتی با این یکی داره تقصیر خودت اگه میتونستی جلو زبون تو بگیری نگاه فاخته به زندگی هر چیزی را فریبنده تر از آنچه بود جلوه میداد همان داستان قاز بودن مرغ همسایه بود از رادیو داستانه تعریف می کرد مانند سریال های تلویزیونی برای ما از گوینده هایی می که تنها از طریق صدا میشناختیم و تشنه دانستن جزئیات زندگیشان بودیم از خراب شدن برنامه ها و هزار و یک چیز دیگر چنان با آب و تاب تعریف میکرد که با دهان باز چشم به او میدوختیم و, و خودمان را در همان حال و هوا حس میکردیم کردیم. مکسی کرد و می من نباید این سال برای شما بگم. اونا همکارا من شما بالاخره من از کار بیکار میکنید بعد هم هرچه اصرار میکردیم فایده نداشت راهش را میگرفت و میرفت و وعده میداد که در فرصت بعدی آن هم شاید برادرش به او حسادت میکرد همانطور که ما به او حسادت میکردیم دنیای او رنگی داشت متفاوت با دنیای ما رنگهای دنیای او درخشان بود پر تر بود شفافتر بود به فکر هیچ کدام ما نمیرسید اگر در موقعیت او بودیم آیا می مانند او باشیم؟ بعضی استعداد شادی را دارم و این ظرفیت در فاخته به حد رشکنگیزی فراوان بود می گفت، از وقتی بابا مرده مادرم چارچشمی موازبمه. بمه مهرانم خودش یک ها بابای من میدونه. رادیو رفتن رو هم با یه شرط قبول کرد که لطمی به درسم نخوره گفته اگر حتی نمره یکی از درسات خراب بشه باید دور رادیو رو خط بکشی سرش را تکان میداد چشمایش را خمار میکرد و میگفت مادر و برادرم فکر میکنن راستی برای هر کاری همیشه وقت هست نمیدونن که من با این کار خوشم لیسانس میخوام چی کار میگفتم اگه تمرین کنی و برای ما آواز بخونی شاید مثل مادر بزرگت بشی تو انگار فقط به فکر خودتی دیگه همین هم مونده برای شما آواز بخونم مگه ما چه عیبی داریم اگه قرار بود آواز بخونم درست و حسابی میخوندم نه فقط برای شما اون وقت مجبور نبودم برای این درسای صد تا یک قاز جون بکنم میدانستم در رادیو تشویقش میکردم که تمرین آواز کند میگفت صداش تو خونه در نیوردم اگه اینو بفهمند که نمیذارم پامو اونجا بذارم یک بار یکی از رادیو چیها پیشنهاد کرده بود که اگر بخواهد تعلیم آواز ببیند به یکی از استادان معرفیش میکند به مادرش که گفته بود مادرش هشدار داده بود اگر مهران بفهمد میدانی چه جنجالی به راه میاندازد میگفت البته کسی که تو این میان مطرح نبود من بودم تو خودت هم که نمیخواستی اگه میخواستم اگه فرقی میکرد اصلا اونا فرصت ندادن من اظهار نظری بکنم خودشون بریدن و دوختن و تموم دلیلشونم اینه که محیط هنری ما سالم نیست انگار در اون محیط هنری کسی رو داخل آدم میدونن گفتم ابدا فقط بعضی چند تا سینه چاک پیدا میکنم اگه راست میگی اینا رو تو خونه بگو آره همینم مونده تو هم خواهش کنم به هر زدنت پیش مامان باش سال آخر دبیرستان مهران دوباره اشاره کرده بود که بهتر از کار رادیو را کنار بگذارد و به درسهایش برسد با حرس و دلخوری میگفت معلوم نیست چه مرگشه من که سر در نمیارم میدونم از چی حرس داره از اینکه من پول در میارم اما اون نه اما کور خونده اگه شده درسم رو ول کنم کارم رو ول نمیکنم مادرم من انگار زبونش قورت داده تازه کارگردان اصلی پشت پرده اونه اینو بهش میگن شانس در ایستگاهی میان راه توقف کردیم ده دقیقه از وقت حرکت قطار گذشته است. این قطارها معمولا برنامه دقیق و سر وقت است. جان روزنامه را رو کنار می و می پرسد آمبیانس یعنی چی؟ می گویم آمبیانس فرانسوی است یعنی آتمسفر، جو، محید. مشکل جهان یاد گرفتن زبانهای جدید است. مشکل من هم یاد گرفتن زبانهای جدید اما برعکس او. به این دلیل همراه او دور جهان گشتم تا بتواند جایی مستقر شود او زبان فرانسه را دوست نداشت و میگفت یاد گرفتن آن غیر ممکن است و ظاهرا همه آن را به فراموشی سپرده است اما من پس از شش ماه آنقدر به آن تسلط پیدا کرده بودم که بتوانم در امتحان ورودی دانشگاه قبول شوم جهان میگفت فرانسه زبان منطقی نیست و یاد گرفتنش به زحمتش نمیارزد گفتم باور نمیکنم این حرف میزنی چرا آخه تو اون همه منطقی که پایبندش هستی این چرا ربطی به فرانسه داره بر اینکه گرز زبونی ارزش منطقی خود شده داره وقتی اون یاد بگیری و بتونی با اون حرف بزنی زیباییش رو حس میکنی هر زبونی بله اما فرانسه نه در اینکه زبان فرانسه مشکل حرفی نیست اما یکی از زیباترین زبانهای دنیاست این رو که نمیشه نف کرد تازه اگه اینطوریه چرا اینجا انتخاب کردی چشمهایش را تنگ کرد لبهایش رو به هم فشرد راستش خودم هم نمیدونم شاید برای اینکه نزدیک بود نزدیک ایران و برای ما ایرانی جذابیت خاصی داشت زبان بهانه بیش نبود خواهر جهان که همراه شوهرش به آمریکا رفته بود پس از یک سال مادرش را هم برد جهان تصور میکرد که با رفتن به آمریکا همگی دور هم جمع خواهیم بود و آینده کاریش در آنجا بهتر خواهد بود من ترجیح میدادم در فرانسه بمانیم و درسم را تمام کنم اما بناچار همراه او راهی آمریکا شدم دلم را به این خوش کرده بودم که آمریکا افق جدیدی برای من خواهد بود یاد گرفتن زبان هم مشکلی نبود به هر حال همه ما انگلیسی را در مدرسه خوانده بابان آشنا بودیم می توانستیم با گذراندن یک دوره کلاس های زبان گلیممان را از آب بیرون بکشیم از پاریس یک دنیا خاطره یک زبان زیبا و یکی دو دوست همه آن چیزی بود که همراه داشتم نه حضرتی نه خیال بازگشتی اما جهان آمریکا را نپسندید هنوز دو سال نگذشته بود زمزمه را شروع کرد که اینجا دنیای آشفته است دنیای ماشینی است و انسان در آن ارزشی ندارد من حتی دلم نمیخواهد بچههایم در این محیط بزرگ شوند گفتم کدام بچه هنوز که بچه در کار نیست درس من چی گفت کار من مهمتره باید بتونیم زندگیمون رو بگذرونیم تو هم میتونی درس ادامه بدی هیچ چیز اون نیست دیگر نمیدانستم تا چه اندازه به حرفی که میزند اعتقاد دارد و من و درسم چه اهمیتی برایش داریم اصلا اهمیتی داریم گفتم اون وقت که درسم رو شروع کردم یک قرن پیش بود حالا سر کلاس خدا میدونه بچه چه قدر با من تفاوت سنی خواهند داشت از این گذشته اون همه اشتیاق برای نزدیک بودن به خواهر چه شد دنیا امروز کوچک شده هر بار بخوایم میتونیم با یه پرواز چند ساعت اونا رو ببینیم سرم را تکان دادم احتیاجی نبود اشتباه بودن تصوراتش را به گوست کنم با بیشتر از آن بود که به آن آگاه نباشد گفتم همراه نمیام میمونم تا درسم رو تموم کنم نمیتوانست گفتم را باور کند خودم هم باور نداشتم گفت منظور تا نمیفهمم منظورم ساده است میمونم تا درسمو رو تموم کنم چند سال به تموم شدن درست مونده چند زمستار دیگه باید برداری مهم نیست میخوای کجا زندگی کنی خرج زندگی رو کی میده خودم کار پیدا میکنم به همین آسونی؟ اگه تهران مونده بودم من دکتر شده بودم هر کشوری سیستمی داره میفهم این چیزا چقدر سخته چقدر میتونه کارمو عقب بیاندازه دست و کم انگلیسی زبان روز دنیاست و مجبور نیستی زبان دیگه یاد بگیری خندیدم و گفتم زبان شب دنیاست و روز جهانه اصلا اگه قرار نبود به ایران برگردیم ایران اگه ایران برگردم اول باید برم سربازی خب ما که اونجا زندگی نداریم سربازی رفتن من یعنی دو سال سرگردان بودن با همه محدودیت های زندگی اونطوری خب و صبر کنم تا وقت که سن سربازی رفتنم من بگذره منظورت اینه که هر آدم تحصیل کرده برای بر اینکه سربازی نره از رفتن به مملکتش منصرف میشه تا وقتی قانون بر این قرار چاری نیست حقوقی که سربازی به من میده خرج یه هفتمون هم نمیشه سن سربازی نرفتن چه سنیه؟ اونم درست نمیدونم به این میگن وعده ای سر خرمن خودم میدیدی که یک کلمه از حرفات رو باور نمیکنم اگر روکراس بگی که از اول قصد برگشتن نداشتی اقلا دلم نمیسوزه بیان که حرفم را نفی کند گفت اگه چند سال بمونیم میتونیم برای آیندهمون سرمایه گذاری کنیم آمریکا آینده برای ما به عنوان خارجی نداره نمیدونم در انگلستان چطور اونجا خارجی نیستیم انگلیس فرق میکنه دنیای متمدن و جدیدیه جهان جدید نیست خندید و در حالی که دستش را دور شانه هایم میانداخت گفت تو که را تنها نمیذاری تو که با من میایی آن وقت برای بار سوم درسم را نیمه کار رها کردم و همراه او رفتم در حالی که حس بلا و پشیمانی بر ذهنم چون یک سوال بی جواب و یک لبخند پر تمسخر فشار می آورد. زمانی که سرانجام در لندن مستقر شدیم دیگر به راستی نمیدانستم با درس پاره پاره هم چه بکنم در انگلیس کارها به قول معروف دیر و زود دارد اما سخت و سوز ندارد دنبالی درسی را که در ایران و فرانسه و آمریکا خوانده بودم توانستم در انگلیس به پایان برسانم اما میدانستم که بازگشتمان به ایران خواب و خیالی بیش نخواهد بود بنابراین دست کم باید به یکی از آرزوهایم جامعه عمل می پوشندم. باید داروساز می شدم همانطور که به تو قول داده بودم. به فاخته می گویم یه مرد میتونه بی اون که عقیده در موردی ابراز کنه تو از کاری که در پیش داری منصرف کنه لبخند میزند و میگوید منصرف کلمه ظریفیه یه مرد میتونه از کاری که میخوای انجام بدی بیزارت کنه فقط یه مرد عقیدش طوری بیان میکنه که با مخالفت کردن تفاوتی نداشته باشه میگویم سختترین نوع زندگی زندگی در ظاهر چنان آراسته که حتی خودت ندونی از چه چیزیش میتونی ناراضی باشی منتظرم بگوید برو و قدر زندگیت را بدان سال که تکه کلامش این یک جمله است برو قدر زندگیت را بدان هر بار میخواهم برایش درد دلی بکنم سری تکان میدهد و میگوید آه قدر زندگی تو بدون کار که میکنی استقلال خودتو داری در بهترین جای دنیا زندگی میکنی یه بچه که بیشتر نداری قصه هم که براش نداری پس قدر زندگی تو بدون تو تنها کسی بودی که هیچ وقت به من نمیگفتی برو قدر زندگیت را بدن جهان که روزنامه میخرید از من پرسید آیا روزنامه یا مجله می خواهم؟ من چیزی نخریدم به زن و شوهرهایی فکر می کنم که روبروی هم می و غذایشان را در سکوت میخورند. مانند دو زندانی که مجبور به هم صحبتی باشند زندانی هایی که به جز غذایی که در بشخوابشان است به چیز دیگری اهمیت نمی دهند اول ازدواجم دیدن این مناظر برایم عجیب و قبولش سخت بود تصور میکردم از سرزمین دیگری آمدن فکر میکردم میشود کاری برایشان کرد این رو اولین بار چک به من گفت وقتی با تعصب و غرور از ازدواجم صحبت میکردم خندید و گفت ازدواج مثل زندونه واردش میشی کلیدشو گم میکنی و بعد از اون دنبال کلید گم شده میگردی گفتم بریزنی زنی که ممکنه روزی با تو ازدواج کنه دلم میسوزه روزی متوجه میشی چیزی در زندگی اونقدر که تو تصور میکنی جدی نیست چک اهل چکستواکی بود اسمش هم چک نبود من چک صدایش میکردم در کلاس فرانسه با او آشنا شدم با او و لیانا لیانا دوست دخترش و اهل رومانی بود آنها هم تازه وارد پاریس شده بودند لیانا همراه خانوادش به فرانسه مهاجرت کرده بود یک خواهر و برادر کوچکتر از خودش داشت. می گفت که دیگر به رومانی بر نخواهد گشت. پدرش کار می وضع مالیشان خوب نبود و زندگیشان به زحمت می گذشت. می گفت حتما باید در دانشگاه قبول شود. درس می و کار هم می کرد. می گفت برای هزینه دانشگاه مجبورم کار کنم. خیال داشت مترزمی بخواند. استعداد فوق‌العاده‌ای در زبان داشت. و فرانسه رو در همون مدت کوتاه خیلی بهتر از ما صحبت میکرد. چک بعد از ماجرای بهار پراگ که به سرنگونی دوبچک و تسلط کمونیسم انجامیده بود، همراه برادر و پدر و مادرش از آنجا فرار کرده بودن. خانوادهش را ندیدم، فقط یکی بار برادرش را در دانشگاه دیدم. مثل خودش خوشخیافه، قد بلند، بور و سفید بود. چک از دوری وطنش به شدت رنج می برد. تعصب عجیبی نسبت به مملکتش داشت نمی توانست مهاجرتش را قبول کند عقیده داشت که انسان باید بماند و مبارزه کند می گفت پدرم اونجا نمون برای اینکه ما بتونیم آزاد بزرگ اما من بالاخره بر می گردم. اونجا کشور منه مال منه این دوره گذراست به پدر و مادرم هم گفتم اونم از بودن من اینجا خوشحال نیستم از تصور روزایی که مادرم میگذرونه پشتم میلرزه گاهی شب که به خونه میرسم به نظرم میاد اون همونجا که صبح ازش خدافزی کرده بودم جا مونده حس میکنم روشو گم کرده اما بر اینکه پدرم رو ناراحت نکنه حرفی نمیزنه چک همان غروری را که برای مملکتش داشت در مورد خود و خانوادهش هم ابراز میکرد خودش را یک سر و گردن بالاتر از دیگران میدانست و میگفت امکانات و پیشرفت اینجا بر من تا اون زمانی خوبه که بعدا برای کشورم کارساز باشه ما هر دو به هم نیاز داریم یکی بو نمیتونه بدون یکی دوم بیاره دیانا میخندید و میگفت این همه خیالات واهیه غرور ندونستنه من که دیگه اونجا بر نمیکردم آدم یک بار به دنیا میاد و یک بار زندگی میکنه و در این فرصت باید خوش باشه این حرفه که تو میزنی بچگونه است پدر من توصیه کرد هرگز دور سیاست نگردیم و فکر بازگشت رو هم نکنیم چک نمیتوانست از بازگو کردن زیبایی ها و بی نظیر بودن کشورش خودداری کند. دیانا می و حرف او را قطع می کرد و رو به من میگفت گفت من برات بگم. آن وقت به حالت نمایشی دستهایش را تکان میداد و میگفت یادت نره که استواکی از دو بخش چک و استواکی تشکیل شده. های فرابونی داره. آب و هواش تو مسون سرد تابستون گرمه. یعنی اینکه بهترینه. چک نگاهش میکرد و او ادامه میداد. معادن فراوانی داره صنعتش پیشرفته است مردمش مخصوصا در شمال به موسیقی علاقه دارن و اپرای مهمی هم داره از گوشه یه چشم نگاهی به چک میانداخت اما الان در دست کمونیست اسیره و منتظره که ایشون تشریف ببرن اونجا رو نجات بدن چک سعی میکرد ساکتش کند اما اعتنایی نمیکرد و میگفت ما اگه زرنگ باشیم و به فکر خودمون باشیم و گلیم خودمون رو عذاب بکشیم سیاست رو به سیاست واگذار چک عخت میکرد و میگفت چیزی که من میگم ربطی به سیاست نداره من برای توصیف برتری ها و زیبایی های کشورمان با او هم داستان میشدم لیانا گوش میکرد، سرش را تکان میداد و میگفت همه اینا که شما میگین روی یک کره واحد قرار گرفته شما خودخواه ترین فاشیست روی زمینین چک از شنیدن کلمه فاشیست صورتش برافروخته شد و فریاد زد به من نگو فاشیست تو دیگه باید بدونی که فاشیست ماما چه کرده لیانا گفت به نظر من وطن پرسی یعنی نجات پرسی و نجات پرسی به هر شکلی غلطه چک پرخاش کرد؟ پس تو وطنتو به اینا میفروشی؟ یعنی چه وطنتو میفروشی؟ من دارم زندگی میکنم حالا که پدر و مادر من اینجا آوردم بهترین راهی که از فرصتی که دارم استفاده کنم ممکن بود اگه وطنم موندم آدم بیکاره می من به یه فرانسوی که نگاه میکنم هیچ تفاوتی در اون با یه رومانیایی نمیبینم. هیچ تعصبی نمی کنم. برای همین دلم میخواد در بهترین جای ممکن زندگی کنم و بهترین استفاده را از زندگیم ببرم هر وقت هم حوصلم از فرانسه سر رفت و جای بهتری پیدا شد میرم اونجا ما مهاجرا بهترین راه زندگی برامون یه جا نموندنه اینجا زمین خداست ما همه بنده های خداییم اما دلتنگی چک برای کشورش عمیق از آن بود که استدلال لیانا را بپذیرد سرش را با تأسف تکان میداد و میگفت اگه کشورم رو پاره پاره نمی کردم اگه اینقدر زور و بیداد نبود بیشک پدرم اونجا رو رها نمی کرد ما زندگی متفاوت و بهتری داشتیم کاری که پدرم اینجا می کنه برای تأمین خانوادهشه این کار براش ارجی نداره و می یه مرد و از پاد بندازه مادر ما حس می کنم اگه عشقونه به همدیگه نبود دووم نمی بردن اونا خوب می دونن که چه گنجی رو پشت سر گذاشتن ما پراگ بهترین دانشگاه هستیم چه نیازیه که اینجا باشیم چک عاشق دورژاک بود و او را بزرگترین موسیقیدان اروپا میدانست میگفتم مگه کاری به گوش ندادی به به جای خود اما اگه به کار دورژاک گوش کنی به کنسرت یا ویولنسلش به سمفونیاش اون وقت میفهمی من چی میگم آهی میکشید و ادامه میداد حتی تو هم نمیتونی بفهمی من چی میگم میگویم حالا دیگه چرا فهم منو زیر سوال میبری میگوید برای اینکه تو با انتخاب خودت اومدی و احتمالا در اولین فرصت برمیگردی میگویم احتمالا نداره ما صد درصد برمیگردیم با تأسف سری تکان میدهد و میگوید از چیز صد درصد مطمئن نباش لیانا دستش را دور شانه او میاندازد و میگوید خودش صد درصد برمیگرده اما برگشتن تو رو قبول نداره راز دوستی و صمیمیت ما این بود که میتوانستیم با دست و دلبازی تمامی افتخارات مملکتمان رو برای هم بگوییم لیانا کنار ما می نشست به حرفای ما گوش میداد. داد می خندید و می گفت نمی تونم باور کنم که آدم این همه افتخار رو ول کنه و جای دیگه بره اگه اینقدر موهبت تو کشورتون ریخته این چه چی کار می کنید؟ چه اعتراض می کرد؟ پدرم نمی تونست با حکومت دست شنده شعروی کنار بیاد تن ما نبودیم خیلی اونجا رو ترک کردم او خیلی چیزها رو نمی توانست باور کند میخواست روزنامه نگاری بخواند و میگفت در اولین فرصت برمیگردم به محض اینکه درسمو تموم کنم به پراگ میرم جای من اونجاست اینجا کاری ندارم میگفت برمیگردم حتی اگه شده به صورت خبرنگار جنگی اینها را میگفت دستهایش رو با هیجان تکان میداد چشمهایش از غرور میدرخشید کلاسمان که تمام میشد به کافتریای دانشگاه میرفتیم قهوه میخوردیم و بحث را ادامه میدادیم لیانا خودش را به او میچسباند و به نقشه ها و آرزوهای او لبخند میزد یک بار پرسیدم شما کی ازدواج میکنید لیانا با حضرت به او نگاه کرد چک در حالی که از سؤال من تعجب کرده بود دستش را دور شانه لیانا انداخت و او را به خود فشرد و گفت ازدواج مثل زندونه لحظه که وارد میشی کلیچو گم میکنی لیانا با دلخوری خودش را از او کنار کشید و مشتی به شانهاش کوبید چک خندید و گفت و هرگز دیگه اون کلید رو پیدا نمی کنی. لیانا دختر خوشکلی بود و من از اینکه آنها خیال ازدواج نداشتن تعجب می کردم. یک بار که در رستورانی نزدیک کلاس ما نهار می خوردیم چک به زن که چند میز دورتر از ما نشسته و در سکوت غذا می خوردن اشاره کرد و گفت ببین اینا زن و نمونن بعد بی سی سال زندگی همه اینطوری میشم. من و لیانا اعتراض کردیم چک گفت چند نوع ازدواج داریم یک دست اونایی که نسبت به هم عشق واقعی دارن ارزش همدیگه رو میدونن و در هر شرایطی کنار هم میمونن یه دسته که نسبت به هم بی‌تفاوت و کاری به هم ندارن زندگیشون از رو عادت تا علاقه دسته دیگه با خشم و نفرت کنار هم زندگی میکنن و کاری ندارن جز رنج دادن همدیگه من و لیانا اعتراض کنن سعی میکردیم او را از سخنرانیاش باز داریم گفتم تو چرا از کجا میدونی مگه چند دفعه تاله ازدواج کردی گفت لازم نیست آدم ازدواج کنید که این سر بفهمه به هر طرف نگاه کنی پر از این آدم هاست. بعد با خنده شیطنت شیطنه اضافه کرد تازه من کمی به شما تخفیف دادم چون دستی اول خیلی نادرن مثل پدر مادر تو؟ دقیقا پدر و مادر من از نوادرن به نسل دیگه تعلق دارن که عمرش سر اومده لیانا گفت حالا چرا اینقدر با ازدواج مخالف مکش خواسته با تو ازدواج کنه؟ گفتم لیانا راست میگه من کسی خیال ازدواج با تو رو داره خندید و گفت منظور من لیانا نیست منظور من تویی که انقدر مغرورانه از عشق و ازدواج حرف میزنی و آدمو عصبانی میکنی گفتم مثل اینکه نمیتونی باور کنی که کسی تو نسل ما در ازدواجش خوشبخت باشه چرا اما فقط اگه بمزی تو خوشگل باشه از گفتش چنان جا خوردم که تا چند لحظه نمیدانستم چه عملی داشته باشم هیچ وقت هیچ کس به من نگفته بود که خوشگلم حتی تو تنها چیزی که از بچگی شنیده بودم خوشکل بودن ناهید بود و بعد هم دختر خاله پری به دنیا آمد شد دومین دختر خوشگل در خانواده ما یک تقسیم بندی کلی وجود داشت که مولای درزش نمی رفت زن خوشگل خانواده خانم خانم بود و خاله پری که شبیه او شده بود و دخترهایی که شبیه به او بودند بچه که بودم گاهی از خود می پرسیدم چرا کسی از من چیزی نمیگوید؟ دلم میخواست از مادرم میپرسیدم درباره من چه فکر میکند من هم به نظرش خوشگل هستم به ناهید میگفت خانم خوشگله به من سیاه سوخته نمکی با ناباوری به چک نگاه میکنم قند توی دلم آب میشود او همچنان که به من خیره شده اضافه میکند همه دختر یونی به خوشکلی تو هستم نفس بلندی میکشم نه من یه استثنام دیانا که ماتش برده با دلخوری او را نگاه میکند و میگوید مگه نمیبینی و ازدواج کرده تازه دختر چکسته با کی چی؟ اونا خوشگل نیستن؟ اخ میادم و گفتم بس کن داره به خدا من از این شوخی خوشم میاد و نه تو خط این چیزا چک خندی و دستش را دور شانه های لیانا انداخت و در حالی که گونه ای او را میبوسید به من نگاه کرد نگاهی که آدم میتواند یک عمر در رؤیای آن غرق شود لیانا در حالی که خودش را توی بغل او فشار میداد به من گفت ولش کن عقلش را از دست داده چند وقت پیش چمدانی را که لباس عروسی در آن بود باز کردم. لباس سفیدی که سی سال پیش به تن کرده بودم. لباس پر از گد و قبار بود. اگر با آن انگشت میکشیدم کشیدم پاره می شد. جهان روزنامه را رو ورق می زند. به دستهایش که دو طرف روزنامه را رو گرفته نگاه می کنم. را به انگشت دارد. دستهایم را به هم فشار می دهم و با انگشتم حلقه ام را لمس می کنم. حلقه های من شبیه هم هستند و تاریخ ازدواج من توی آن نوشته شده است به مبدع سی سال پیش از آن روز هر بار دنبال فاخته می روم. نزدیکی خانشان قلبم چنان به تپش می افتد که صدایش را می شنوم. از سر پیچ کوچه آنها فقط به یک چیز فکر می کنم و به خودم هزار بار نفرین می فرستم. اما باز فکر و نگاهم به دنبال کسی می گردد که کت و شلواری کرم رنگ به دارد اینکه آفتابی زده و دم در خانه فاخته کنار من ایستاده است نمیدانم تا چه وقت تهران خواهد بود فقط میدانم هنوز نرفته است حاضرم همه عمرم را بدهم و او بار دیگر آنجا ایستاده باشد همین که توی کوچشان میپیچم حس میکنم پشت سرم است قدمهایم را تند میکنم پایم به هم میپیچد انگار راه رفتن یادم میرود با قلبی که میخواهد از سینهام درآید به خانه فاخته میرسم و زنگ درشان را فشار میدهم با احتیاط دوروبرم را نگاه میکنم کسی نیست به خودم میگویم دیگر او را نخواهم دید حتما رفته است فاخته گفته بود عجله دارد برگردد حسرت دیدار او حسرتی که به نوعی نیاز تبدیل شده است رهایم نمیکند شش روز در هفته و هر روز دو بار سر راه خانه فاخته گرفتار این هیجان میشوم در مدرسه به دنیای پرشر و شور جوانی و درس باز می گردم. اما از مدرسه که پا بیرون می گذارم و به خیابان کوچه و خانی آنها نزدیک می شدم دوباره ضربان قلبم شدت می گیرد. از جمعه ها و روزهای تعطیل بیزارم. تعطیلات عید هم یعنی دو هفته بی هیچ امیدی زندگی کردم. کم کم سر عقل می آیم. امتحانت نزدیک است و دیگر نباید به چیزی جز آن فکر کنم. تا اینکه یک روز نزدیک خانه فاخته می بینمش که از آن طرف خیابان می آید قدم هایم را تند می کنم و توی کوچه می پیشم و وانمود می کنم او را ندیدم آنقدر تند می رویم که نزدیک از زمین بخورم حال خودم را نمیفهمم. به من میرسد و سلام می دهد سرم را بر می, گردنم. می خواهم بگویم سلام اما صدای نامفهوم از گلویم در می آید. از خودم از بی بیزار می شویم. قدمهایش را با من هماهنگ می کند و میگوید بازم دیرتون شده؟ این بار بهتر متوجه می شدم که حرف زدنش با دیگران فرق دارد کلمات را کامل و محکم ادا می کند آخر هیچ کلمه ای را نمی خورد به نظرم کمی لحجه دارد حتما به خاطر اونکه در فرانسه زندگی می کند و فرانسه حرف می زند. شلوار خاکستری و کت سرمه ای شیک پوشیده بوی اود کلونش را حس می کنم و نزدیک از بیهوش شوم منتظر جواب من است اما چیزی نمیگویم نمیتوانم چیزی بگویم سهر شده هم. فقط سرم را تکان میدهم میپرسد شما با فاخته هم کلاسی هستید؟ آهسته میگویم بله خدا را می میکنم که توانستم حرف بزنم میگوید من جهانبخش بخش هستم بازم نمیدانم جهانبخش بخش اسمش هست یا نام خانوادگیش کاش می توانستم بپرسم اما جرأت نمیکنم میپرسد اسم شما؟ نزدیک است بگویم نمیدانم اگر به تو میگفتم که نزدیک بود اسمم را فراموش کنم حتما میگفتی با داشتن این همه اسم باز هم یادت رفته بود خب میتوانست یکی از اسمایت را بگویی خدا را شکر که از این نظر کم بود نداری بارها و بارها جلو آینه تمرین کرده بودم که در روبرو شدن با او چطور خونسرد باشم اما نتیجه همه شگردها این بود که حتی اسمم را هم فراموش کرده بودم. تازه کدام یک را باید میگفتم سعی میکنم به خودم مسلط شوم وزیر لب میگویم صناعت جمشیدی معلوم است که متوجه حال من شده سرش را به سوی من کج میکند میگوید صناعت جمشیدی اسم فامیلیتونه اسم کوچکتون چیه من, من 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 چند تا اسم دارم نمیدانم چرا این را میگویم کافی بود میگفتم پرتو یا شیرین یا شورا میگوید خب همه اسماتون رو بگید آخر در دلم میگویم آخر و زهر مار میگوید بدنم خیس عرق شده میگویم پرتو این کدومی که از اسماتونه اسم توی شناسممه هم مادرم شیرین صدا میکنه بقیه شورا نفسی میکشم کف دستم عرق کرده و کتابهایم در خمیر میشود احساس میکنم زیر چشمی نگاه هم میکند اسمایم را تکرار میکند میگوید خوشا به حالتون که انقدر اسم دارید میپرسم چرا؟ میگوید خیلی خوبه که آدم حق انتخاب اسمشو داشته باشه. لبهایم را به هم فشار میدهم. من که حق انتخاب نداشتم. بقیه داشتند. من دوباره اسمهایم را تکرار میکند. انگار آنها را مزه مزه میکند و میخواهد به خاطر بسپارد که میرسیم. گویی سالها در راه بوده ایم و در یک چشم به هم زدن همه را گذرنده ایم. میستم. می او زنگ میزند. تاخته در را باز می کند و از دیدن ما جا می خورد. فکر می کنم از دیدن قیافه من است. می که صورتم سرخ شده است و حالت گیج دارم. برادرش را صدا میزند، به طرف من می آید. آستین رو پوشم را می کشد. به خودم می آیم. همراه او میروم و فکر می کنم کاش دیگر نبینمش. اینطوری راحت ترم. اما سر کوچه نرسیده میدانم حاضرم همه زندگیم را بدهم و یک بار دیگر او را ببینم چه کسی باور می کند؟ نوشته روهنگیز شریفیان فاخته می گوید حالا نوبت توه ما اگه عاشق کسی میشدیم که بیشتر در دسترس ما بود بهتر نبود آخه عقل ما کم نیست او عاشق پسری که از دوستانشان بود پسرک پس از دیپلم دبیرستان به آمریکا رفته و فاخته دیگر از او خبری نداشت حرفی هم از او نمیزد اگرم میپرسیدم میگفت فیلش کنسل ندارم اشق و عاشقی بچگی رو باید فراموش کرد میگویم نمیدانم او چه میگوید و چرا فکر میکند من عاشق شدم سرش را تکان میدهد و شروع میکند از جهان هر زدن با اینکه دلم آب میشود اما دستم را دا دانش دهانش میگیرم و میگویم بس کن من علاقه به دونستن این چیزا ندارم اما او تا مدرسه کج کج و رو به من راه میرود سوال پیشم میکند میگوید من که میدونم اگه اعتراف نکنی بهش میگم کنارش میزنم و میگویم من که نمیدونم منظورت چیه دست بردار نیست تا دم در مدرسه اشکم را در میآورد میگویم بلم کن دیگه با من حرف نزن تا پایان روز نگاهش نمی کنم. مدرسه تعطیل می شود بی آنکه منتظر شوم راه می افتم. سر خیابان نرسیدم که خودش را به من میرساند و ساکت کنارم راه میافتد سر پیچ کوچهشان زیر گوشم میگوید اگه هنوز خونه ما باشی میای تو؟ بیان که جوابش را بدهم از او جدا می شون. همانجا می ایستد و پیش از اینکه توی خیابان پهلوی به پیچم فریاد میزند فردا صبح بیه دنبالم. منتظرتم. قطار در ایستگاهی توقف می کند. ایستگاه کوچکی است. نمیدانستم در ایستگاه قطار واکسی هم پیدا می شود. در گوشه سمت راست بیرون اتاق انتظار مرد جوانی روی صندلی پای کوتاهی نشسته بسات واکسش را کنارش گذاشته است. صورتش را رو, رو به آفتاب گرفته سیگاری گوشی لب دارد به نظر نمی رسد از نداشتن مشتری دق دقیقی داشته باشد نگاهش می کنم و دلم به شدت فشرده می شود پیشانیم را به پنجره فشار می دهم و غرق تماشایش می شود جهانم متوجه می شود به من نگاه می کند و با لبخندی می گوید این از اون چیزایی که تو اصلا دوست نداری؟ جان نمیتواند تصور کند نمیتواند قبول کند که من هرگز کفشایم را واکس نزدم و هرگز همانها را واکس نخواهم زد میتوانم کفشی را دور بیاندازم اما نمیتوانم واکس بزنم حتی خریدن یک قوطی واکس برایم سخت است تو میدانی آ فقط تو باور میکنی راهمان به مدرسه از جلو مغازه جواد آقا میگذشت برادرهایم و پسرهای پری عادتشان شده بود هر روز سر راه مدرسه هم در دکان جوادقا بیستن به تماشای رستم که کنار انبوهی کفش کهنه نشسته بود و به دستور جوادقا آنها را میخ میکوبید یا واکس میزد گاهی هم پهلویش میرفتند و کنارش مینشستند و سعی میکردند کفشی را که دستش بود از او بگیرند و میخ بکوبند او چیزی نمیگفت با آرنج کنارشان میزد و کفش ها رو از دستشان میگرفت و میگذاشت پشت سرش با آنها که می رسیدم می ایستادم رستم سرش را بلند می کرد برای که می سرش را پایین تر می انداخ. هیچ وقت توی مغازه نمی رفتم. برادرها و پسرخاله هایم همراه دوتا دو از همشاگردی هایشان جلو به مغازه استادند یکیشان میگوید راستم کفش اندازی پای رستم داری؟ بقیه می زیر خنده سرش را بلند می کند. مرا که می بیند فورا سرش را پایین می اندازد. یکی دیگر از پسرها می گوید راستم چه می گیری کفش منو باکس بزنی؟ پسر بزرگ خاله پری می گوید راستم در چقدر طول می کفش رو و باکس بزنی؟ و باز شلی که خندشم بلند می شود جلو می و می گویم نو بازی در نگیرید به خاله ما هم میگم گم ها. پسرها در حالی که می خندند و مسخره بازی در می راهشان را میگیرند و میروند. رستم لنگه کفشی را که واکس میزد کنار میگذارد و لنگه دیگری را برمیدارد دستش را به چشمش میبرد پا به پا میکنم کیفم را زمین میگذارم به کنار در مغازه تکیه میدهم و میگویم ایبی نداره تو خونه ما به همه اسما میخندند. فقط اسم تو نیست ما را رو روی کفش میکشد سرش پایین است میگویم به اسم منم میخندند. یعنی که سرش را بلند کند میگوید چرا؟ نمیدونم مثل این که یه اسم برامون میذارن که بخندن اسم تو که خنده نداره نمیدونم اما هر وقت مامانم شیرین صدا میکنه بابا میخنده مامانم هم میخنده باز گفت اما اسم تو خنده نداره آخه مگه نمیدونی من که دوتا اسم ندارم سه تا اسم دارم شایدم چون اسمم شیرین نیست میخندن آن وقت سرت را بلند کردی و خندیدی گفتم دیدی تو هم خندیدی فورا خندش را فرو خورد گفتم عیبی نداره پرسی میخوای کفشت و واکس بزنم؟ به کفش های قرمز بندداری که پایم بود نگاهی کردم و گفتم نه سرش را پایین انداخت پرسیدم واکس زدن دوست داری؟ گفت نه مثل بوی دواخونه حالم رو به هم میزنه به بیرون مغازه نگاه کرد دنبال نگاهش را گرفتم جواد آقا بود نزدیک رسید سلام کردم جواد آقا گفت سلام خانم کوچولو راستم کفش خانم کوچولو رو واکس زدی دوباره به کفش هم نگاه کردم کیفم را برداشتم و با همه سرعتی که می توانستم به طرف خانه دویدم قطار شهر را پشت سر میگذارد سرم را به شیشه تکیه می دهم به مزرعه های سرسبز و مرتب به اسباب و گاب هایی که با تنبلی گوشه و کناری ایستادن نگاه میکنم از راه رو مردی همسن و سال جهان میگذرد صندلی کنار جهان خالی است. نگاهی سرسری به صندلی خالی می اندازد و رد می شود. از اینکه پهلوی ما ننشست خوشحالم. او هم دسته روزنامه زیر بغل دارد. دیوارها حالم را به هم می زنند. به جهان نگاه می کنم. نمی دانم روزنامه چندمین مرحله سکوت بین ما بوده است. به خانه های دهخانی که همچون نقطه های پراکنده تنها و دور از هم در میان مزرعه های بزرگ قرار گرفتم نگاه میکنم به یاد حرفهای خاله پری میفتم که میگو هر کسی هر جا به دنیا بیاد همونجا هم از دنیا میره اعتقاد عجیب و غریبی بود که از دایره وجودش فراتر میرفت سر ازدواجم به مادرم گفته بود خر نظری بچه به غریبی ببرم اگه رفتی که تو قربت میمونه از آن پسرگاه مادرم دلم برایش تنگ می شود دستش را روی دستش میزند و میگوید اما نه سرنوشت سرنوشت این دختر به غریبی بود تنها اوست میداند که حتی نطفه هم هم در غریبی بسته شده سالی که پدرم را از طرف شرکت دارویی که در آن کار میکرد همراه گروهی برای یک دوره آموزشی به آلمان فرستادم مادرم در آخرین نفتای اقامتش به او ملحق میشود به تهران که بر می گردم مرا حامله بوده بعدن هم گفته بود که اگر بچه دختر باشد اسمش را شیرین میگذارد. شیرین اسم قشنگی بود که کسی با آن مخالفتی نداشت. به دنیا که آمدن پدرم گفته بود راسی راسی فکر میکنی میتونی اسم این سوسکه سیارو شیرین بذاری؟ اگه اسم این بچه سبزه و ریزه میزه رو شیرین بذاری بهمون من این خال سوسکی من نمک داره اما شیرین نیست. چطور اسمشو بذاریم شورا؟ مادرم اعتراض کرده بود. چه حرفا؟ شورا هم شده اسم؟ شورا دیگه یعنی چی؟ شورا یه اسم روسی تباره خالی پری پرسیده بود آخ دکتر شورا اسم دختر یا پسر؟ پدرم میگوید بعضی اسما دختر و پسر نداره به نظر مادرم شورا به پسر بیشتر میخورده تا دختر از نظر پدرم فرقی نمیکرده که اسمم چندان هم دخترانه نباشد تازه پس از آن هم به توافق نمیرسند. در نتیجه یکی دو ماه بدون شناسنامه می مانم تا سرانجام اسم پرتوب را برای انتخاب می کنن. که قلام گفته بوده میتواند اسم پسر هم باشد و هرگز کسی با آن اسم صدایم نکرده است جز در مدرسه آن هم معلم ها فاخته میگفت: از سرگذشت اسمایتو می شی کتاب نوشت مادرم می گفت. پدرت اونقدر تو رو از تهدل شورا صدا میزنه که این اسم بهت میاد که شیرین تو اصلا از رنگوبو انداخته او تنها که است که شیرین صدایم میکند آنم نه همیشه برای دیگران شورا هستم خاله ما هم و رستم شوشا صدایم میکنند البته رستم فقط زمانی که تنها هستیم با جهان که آشنا شدم شدم شوریده به این ترتیب من شیرین شورا شوشا پرتو صناعت جمشیدی روزی ناگهان به شوریده جهان تبدیل شدم آدم کاملا تازه که با نگاهی متفاوت دنیا را مینگریست تنها اسمم عوض نشده بود همه چیز زندگیم هم تغییر کرده بود حتی وطنم از آن روز که به قول خاله پری مرا به قریبی بردن سی سال میگذرد انگار آوارگی به قول او شروع که بشود دیگر دست از سر آدم بر نمی دارد. سی سال است که خانم جهاندار هستم از نام خانوادگی خودم کمتر استفاده می کنم هر جا گفتم صناعت جمشیدی فورم پرسیدم به کدام یک باید صدایت کنیم اولین بار در مدرسه بود که با این سوال روبرو شدم بعد عادت کردم می گفتم کدام ندارد هر دو را یک بار فکر کردم روزی که بمیرم و در روزنامه ای بنویسند پرتو به صناعت جمشیدی فردایش ممکن است دوستی تلفن بزند و بخواهد که با هم به سینما برویم یا برای مهمانی دعوتمان کنند من و تو هر دو مزه این آوارگی را چشیده ای و از کودکی تا میان سالی من از جوانی تا به پایان خانم خانم به خال ما هم میگوید پدرت این آورده اگه میذاشت تو ده بمونه پدرم مثل خر از گردش کار میکشید زن پدرم که دمار رو از روزگارش در می آورد. حالا اگه بفهمه که تو بردی خونت و میخوای بفرستش مدرسه میاد مدعی میشه ولت نمیکنه اینا بچه ها رو برای کار میخوان نه درس خوندن خاله ما هم رو را رو روی سرش مرتب میکند و میگوید اصلا یادم را چی اومده بودم حالا بشین یه چایی بخور خالم کفشایش را دم در اتاق در میآورد خانم خانم برای از چای می ریزد. می روهم و کنارش می نشینم. انگار تازه متوجه من شده. صورتم را میبوسد و دستش را رو روی موهایم می کشد. خودم را توی بغلش جا می دهم به خودش می و رو به خانم خانم می گوید بیا همقد منه. مگه بچه با بچه فرقی داره؟ خب خب همه که یه جور نیستن. کسی هم که کاری بهش نداره. روزه کاری میکنه و چیزی یاد می گیره. چیزی که یاد میگیره تو سری خوردن و ارد شنیدن از ننه هاست به این میگن کار تازه خیال میکنیم با این کار خیر عاقبت خودتون رو تامین کردیم خانم خانم به اتاق پشتی که پاپا آنجاست نگاه میکند حال ما هم در حالی که استکان چایش را در دست گرفته میگوید شبا که میتونه بره مدرسه خب شبا بذارش مدرسه پاپا از اتاق عقبی بیرون میآید سرفه ای می خاله ما هم هم نیم خیز و سلام میکند. یا لا خانم علیکم السلام خانم خانم برای بابا چایی می دیزد خاله ما هم چاییش را زود تمام می کند و بلند می شود و می گوید با ننه ددری کار داشتم خانم خانم می گوید ددری رو که می شنسی. رفته یه نون بخره دو ساعته که رفته پس وقتی اومد بگید یه سری بیاد پیش من موهای مرا می گیرد آهسته می کشد و سرم را می بوسد. از میان در به رستم که روی زمین نزدیک آشپزخانه نشسته و لوسی را ناز می کند نگاهی می اندازد. از اتاق که بیرون می رود نن بزرگ را صدا می کند. از توی کیفش پولی در می و چیزی به او میگوید. خانم خانم نگاهش به آنهاست. پاپا چایش را هرد می کشد. اختیار زندگیمونم نداریم. خانم خانم میگوید. س. پاپا پا آدمی تند خوب و کم بود اما در دست های خانم خانم مانند موم نرم بود گاهی اگر عصبانی میشد شد داد میزد یا حرفی میزد که به میل خانم خانم نبود خانم خانم بیان که محلش بگذارد راهش را می و از اتاق بیرون می رفت هرچه او داد میزد زد خانم خانم کمتر اعتنام می کرد پاپا پا می دانست که امور خانش بی اونه می چرخد و تا آخرین روز زندگیش عاشق او بود البته همانقدر که مردهایی مثل پاپا می توانستن عاشق کسی باشند. برای پاپا در درجه اول آسایش خودش مطرح بود. بعد باقی دنیا. خانم خانم این را خوب میدانست و به همان اندازه هم از قدرت خودش آگاه بود. اگر دلش میخواست خواست می توانست او را دور انگشتش بشرخاند. بدون اینکه بابا خودش هم بفهمد. این رو از خنده های زیر زیرکی پری که خانم خانم سعی میکرد ساکتش کند و در همان حال میتوانست لبخند خودش را هم پنهان کند حس میکردم گاهی اگر یکی از ما بچه ها همراه آنها میخندیدیم فورا جدی میشدند و به ما تشر میزدند که ساکت باشیم مثلا پاپا مانند همه مردای همزمان خودش در آرزوی داشتن پسر بود اما در برابر خانم خانم که سه تا دختر برایش به دنیا آورده بود حرفی نزده بود فقط گفته بود دیگه بسمه لوسی هنوز کنار رستم روی زمین لم داده و چشمایش را هم گذاشته و رستم همچنان دست نوازش پشت او می کشد نمی توانم نگاه هم را از آنها بردارم فکر می کنم کاش برادرهایم اینجا بودم و این منظره را می دیدند. وقتی برادرهایم با پسرهای خاله پری بودند هیچ چیز از دستشان در امان نبود. مرا هم به بازیهایشان راه نمیدادند. از اینکه بی محلی هم کنند لذت می میگفتند بازی دخترونه نیست. ننه ددری گایی تشهرشان می زد و می گفت بازی بدید. هر بار هم مادرم را می دید می گفت خانم بچم تنهای تنهاست. بعد یکی هم برای این بزای این بچه هیچ کس رو نداره که هم بازیش باشه. مادرم هم با دستش حرف او را رد می کرد و می گفت بابا تمسید در گرم در میاد. ننه ددری میگو خانم ولی بله خودم بزرگش میکنم با سرعت خودم را به خانه میرسانم از این موقعیت بهتر نمیشد که خودی نشان دهم و داستان پسری را به برادرهایم بگویم که پاپا از ده آورده که آنقدر کلهاش مو دارد که آدم صورتش را نمیبیند و تازه با لوسی هم دوست شده است آنها فورا خبر را به گوش دو پسر خالم میرسانند میگویم لوسی را بغل کرد و لوسی هم خودش را به او چسباند برادرهایم که آرزوی بازی کردن با لوسی برایشان رؤیایی دست نیافتنی شده بود با کنجکاوی و ناباوری سوال پیچم می کنند. تا میتوانم داستان را آب و تاب می دهم. همون وقت شب تصمیم می به منزل خانم خانم بروم که مادرم جلویشان را می گیرد. این وقت شب کجا؟ مگه فردا ازتون گرفتم؟ صبحانه خورده نخورده همراه دو برادر و پسر خاله هایم به منزل خانم خانم می رابن. خانم خانم از دیدن ما که با و کنجکاب دور خانه را نگاه می کردیم لبخندش را فرو خورد بیان که به نگاه های پر انتظار ما اعتنایی کند گفت چی شده؟ موتون آتیش زدم اومدی اینجا چی کار؟ اگه صبونه نخوردید هنوز دنده سفره رو جمع نکرده ما اما حواسمان به او نبود انتظارمان زیاد طولانی نشد ننه ددری دست بچه ای را که تا بال در عمرم ندیده بودم در دست گرفته وارد شد پسرکی لاغر که موهایش را از ته تراشیده بودند. سفیدی همبام هنوز روی گردنش و دستهایش دیده می شد. شلواری بزرگتر از اندازهش که پاچهایش را تا کرده بودند و پیراهنی که پیش از آن تن برادرهای پسر خالاهی هم دیده بودم پوشیده بود. ننه ددری دست او را که سرش پایین بود و عقبتری ایستاده بود کشید و گفت خانم ببین چه ترتمیز شده در حالی که قشقش می خندید اضافه کرد هر کردم از این سفیدتر نشد بچه دستش را روی سرش کشید و نگاهش را از ما که به او خیره شده بودیم دزدید یکی از پسرها نزدیک او رفت و با کنجکاوی به لباسی که به تن داشت نگاه کرد و گوشه آستین او را کشید اما پیش از آنکه حرفی بزند خانم خانم بلند شد گفت بچه رو به بعد صبونش رو بده خب شما هم دیگه اینجا کاری ندارید. عصبانی بود و با بیحوصلگی ما را به خانه فرستاد گفتم خانم خانم میشه من پیش شما بمونم نگاهی خالی از مهر به من انداخت نخیر با برادرت برو شاید مادرت کارت داشته باشه زیر لب انگار با خود حرف میزد گفت بچه فضول خبر چین ننه بزرگی از آشپزخانه سرک می کشد ننه ددری را صدا می کند بیا یه لغمه نوم بذاریم بچه بخوره زبون بسته رو ناشتا برده هموم عقل نیست جون در عذابه و گرگر کنم با آشپزخانه بر می از در بیرون نرفته برمیگردم او را می بینم که ننه ددری دستش را می کشد تا به آشپزخانه ببرد. صبر می کنم تا برادرها و پسرخاله هایم دور می شوند. تا آنها سرشان به کار خودشان است و حواسشان به من نیست به طرف آشپزخانه میروم و آنجا می رستم کنار ننه بزرگ نشسته و سر چایش را هم می زند. قدری نان و پنیر جلوش است. ننه بزرگ صدایم می زند. میروم و پهلوی او می نشینم. برایم چای می ریزد و میخواهد لغمه بگیرد که میگویم گویم نمی خواهم. لغمه را به رستم می دهد. نگاهش می کنم. اما او نگاه هم نمی کند. سرش پایین است. چایش را در نلبکی می ریزد. با دقت آن را به دهانش نزدیک می کند و مواظب است نریزد. در همین وقت لوسی دم در اتاق پیدایش می شود. می خواهد بلند شود که نل بزرگ تشرش می زند. بشین سر چای تو بخور. به این گربه نمیشه دست بزنی لوسی نگاهی به ما و دوربر اتاق میاندازد رستم سرش پایین است اما زیر چشم حواسش به گربه است لوسی دسته دم در میماند بعد همانجا روی زمین توی آفتاب دراز میکشد ننه بزرگ استکان رستم را از جلوش بر میدارد بسات صبحانه را جمع میکند و از اتاق بیرون میرود رستم نگاهی به من میاندازد بلند میشود و به طرف لوسی میرود گربه به دیدن او چرخی میزند و بدنش را کش و قوس میدهد بلند میشوم به طرف آنها میروم لوسی تا مرا میبیند گوشهایش را تیز میکند و از جایش بلند میشود راستم دست میانداز از زیر شکم گربه بغلش میکند و میگوید میخوای نازش کنی بیا من نگهش داشتم بیا بیا یواش یواش نازش کن اولین بار بود که صدایت را میشنیدم دستم را آهسته روی سر گربه می کشم تا روی پشتش ادامه می دهم. لوسی سرش را برگردانده با بی اعتمادی متوجه حرکت دست من است. تو دستت را روی دستم میگذاری و آرام گربه را ناز می کنی. سنگینی و گرمی آن دست کوچک را که هنوز سفیدی حمام رویش بود هنوز هم به یاد دارم. جهان به من میگوید من از دو عادت سر در یکی نگه کفشاتو واکس نمیزنی میگویم چه اشکالی داره این کار به کسی ضرری میزنه جا میخورد میگوید فرق نمیکنه که چقدر پولی کفش داده باشی حتی روی گران قیمت ترین اونا هم حاضر نیست یک دستمال بکشی حاضرم هم نیستی ولی کسی دیگه برات واکس بزنه نزدیک از گریم بگیرد لپایم را به هم فشار میدم و میگویم من هیچوقت کفشم و واکس نزده و نمیزنم نه حالا نه صد سال بعد این هیچ ربطی به قیمت کفش نداره این دیگه عضر بدتر از گناهه آدم میتونه خودشو تغییر بده نمیتونه میگویم نمیدونم لبهایش را به هم فشار میدهد و سرش را به سوی پنجره میچرخاند اولین چیزی که در اتاق پذیرایی جلب توجه میکند یک جفت کفش دخترانه است که روی سر بخاری قرار دارد کفش قدیمی که انوار موضوع گفتگو بوده است کفش های بندار قرمزی که هر کس آنها را میبیند میپرسد چه کفش های قشنگی حتما مال دخترتونه جان میگوید نه مال ستاری نیستن کفش های شوریدن چه یادگار خوبی چه کار جالبی کسانی که بیشتر آنها را دیدن میگویم آدم میتونید این کفش شوریده رو مجسم کنه راستی چند سالت بود چه خوب ازش مواظبت کردی جهان بخنده میگوید اونها رو بیشتر از من دوست داره حالا دیگه از این کفشا پیدا نمیشه چیزی شبیه اون رو هنوز تو ایران درست میکنن اما دیگه چرم خالص نیست همه کفش شده ماشینی موادی هم که به کار میبرن مصنوعیه جهان میگوید پس باید عتیقه شده باشه عتیقه رو طوری میگوید انگار مسخره میکند فکر میکنم بهتر از آن از سر بخاری بردارم تنها چیزی که از آن روزها برایم هم مانده همان یک جفت کفش سر بخاری است پاپوش هفت هشت سالگی هم که تنها یک بار واکس خوردهاند. دلم میخواهد حتی قبار آن سالها را رو رویشان نگه دارم مادرم پرسید کفشات کو؟ خراب شده خراب شده؟ یعنی چه خراب شده؟ تازه خریده بودم؟ نه تازه نبود تازه نبود؟ نو نبود؟ به حق چیزایی نشنیده حالا کجاست؟ چی شده؟ بندش پاره شده خب بندش پاره شده دورش که ننداختی بده به ننه دردری بده دم دکون جواد برات بدوزم آخ من که کفش دارم اونو لازم نیست بدم بدوزم نو که اومد به بازار کهنه میشه دلازار بچه بگو کفش رو چیکار کردی آنها رو در میان لباس هایم در چمدان گذاشته بودم در اولین فرصتی که سراغشان میروم یک لایه زیرتر پنهانشان میکنم روز بعد که سر چمدان میروم از آنها خبری نیست میدارم که مادرم برداشته با صورتی برافروخته میروم و میپرسم کفشم چیکار کردین کفشم کو نزدیک از عشق هم سرازیر شود میگوید کفش خاکی کسیف کثیف رو لباسه شسته قایم کردی که چه پایم را به زمین میکوبم و سوالم را تکرار میکنم بدون اینکه سرش را رو از روی کارش بلند کند میگوید چی کار کردی و زهر مار اون را دادم ننه ددری ببره دکون جواد آقا اگه درست کردن درست کنه اگه درست کردنی هم نیست خودش برداره تا دیگه کفش کسی تو رختای شسته نگه نداری برای اولین بار است که در برابرش ترسی احساس نمی کنم. هیچ چیز برایم بیشتر از کفشایم اهمیت ندارد. داد میزنم کفشام می کفشا میخوام کسی حق نداشت اون رو برداره. مادرم به دور برش نگاهی می اندازد. روزنامه رو که دم دستش است به طرفم پرتاب می کند. صدا تو ببود چه منی در دختر بلند کنه؟ اونم برای یه جفت کفش تقصیر منو که دادم درستش کند. اشک روی صورتم و با تمام نیرو فریاد میزنم کفشامو میخوام من کفشامو میخوام مادرم از جا بلند میشود به طرفم میآید دستش را بلند میکند ننه بزرگ جلو او را میگیرد و میگوید خانم ولش کن بچه از مدرسه اومده خسته و گرسنه خب کفشاشو میخواد میرم از جواد ها میگیرم دست مرا میگیرد و میگوید اینکه گریه نداره مادر الان میرم ها ببین رفتم مادرم میگوید ننه خو آبرو دارم بری دنبال یه جفت کفش کنه که چی بشه؟ دخترم اینقدر پر رو؟ خب خانم بچه کفششو کفشاشو دوست داره ای بی نداره ننه بزرگ اما نرفت هرچه انتظار کشیدم از آشپزخانه در نیومد نقنقم را شنید و گفت الان مادر الان کارم که تموم شد میرم گریه نکن آن وقت قرر کردم و کسی هم برای نهار صدایم نکرد از زن هم خبری نشد آنقدر گریه کردم که گوشه اتاق خوابم برد بعد از ظهر ننه ددری با یک بشقاب غذا بالای سرم اومد بغلم کرد و سر رویم را بوسید و گفت پاشو ننه پاشو نهار تو بخور قش میکنی کفشاتو هم همین الان رستم میاره تو آمدی و پاکتی در دست داشتی به مادرم یه کنار سماور نشسته بود سلام کردی نمیدانیستی پاکت را به او بدهی یا به من لحظه ایستادی بعد پاکت را به طرفم دراز کردی و آهسته گفتی کفشاته برات واکسشون زدم مادرم خنده تمسخر آمیزی کرد و با اشاره به من گفت برو بهش بده برای یه جو کفش کنه از زور زرزر کرده صورتم رو با پشت دستم پاک کردم ننه خواست کفش ها رو بگیرد از جا پریدم رستم هم دستش رو از او کنار کشید مادرم گفت این تو نبری باز قایم کنی آهسته گفتم نمیخواست واکسش بزنی تو که حالت به هم میخوره پاکت را که به من دادی سرت را تکان دادی و گفتی نه کفش رو با پاکتش در چمدانم گذاشتم روز بعد بردم خانه خال هم که برایم نگه دارد پرسید چرا این رو بردی اینجا؟ آخ این کفش رو خیلی دوست دارم نمیخوام بپوشم و خرابشون کنم مامانم اگر اون رو ببینه میندازه دور برف منم گوش نمیده خالما هم سری تکان داد و گفت ببر بذار اون اتاق تو گنجه من بعدا که گنجه برای گذاشتن لباس و کتاب داشتم کفش را از خال هم گرفتم و در آن گذاشتم و درش را قفل کردم و کلیدش را با خودم به مدرسه می بردم. روزی مادرم پرسید که چرا در گنج ام را قفل می کنم. گفتم گنج مال منه کلیدش هم مال خودم. چیزی هم توش نیست که کسی سرش بره. گفت حتما دوباره چند جو کفش کنونج قایم کردی. چند جو کفش نیست فقط یه جفته و کسی هم حق نداره دست به اونا بزنه. با پوزخندی قر زد که دختر پر روی شده. حالا اون کفشی توفه بشه دردی میخوره پاد که نمیره. چه به دردم بخوره چه نخوره مال منه کسی نباید دخالت کنه در حالی که هنوز پوسخن بر لب داشت رویش را رو از من برگرداند و پی کارش رفت من هم رویم را رو از او برگرداندم و به اتاق برگشتم آن روز مرز کودک و مادر میان ما شکسته شد آن روز دو بزرگ سال بودیم که روبروی هم قرار گرفته بودیم یک روز با کفشهایم بزرگ شده بودم بی اختیار حجوم عشق را پشت چشمایم حس می‌کنم. جهان همونطور که از پنجره بیرون را تماشا می کند می گوید سکوتت در مقابل بلیت های بخت آزمایی این هم از اون چیزهایی که من نمی فهمم سعی می کنم خون باشم من بگویم سکوت من مگه من مسئول بلیت های بخت آزمایی هستم تو مسئول نیستی مزورم که می فهمی نه مزورت نمی فهمم دیده هر کس نسبت به پول متفاوته حتی اگر الزاما درست نباشه نمیتونم احساسم رو به دلخواه دیگران یا مؤسسه‌ای که برای پول درآوردن مردم و وسیله قرار داده عوض کنم این نوع محکوم کردنه هرگز فکر نکردم کسی رو محکوم کنم من که مسئول کاری مردم نیستم همین انتقاد کردن یه جور محکوم کردنه اخیری من چه ربطی به انتقاد داره از اینکه به فکر و خودم پای بندم و تو از اون دلخوری در نمیارم این یعنی فاصله ایجاد کردن چه فاصله ای؟ من به تو حق میدم چرا تو به من حق نمیدی؟ چطور فکر میکنی من فاصله ایجاد میکنم مگر آدما نمیتونن با هم باشن و با هم آزاد باشن با دلخوری میگوید منظورت از این آزادی چیه سکوت تو یه جور شخصیه نوعی مخالفت بی صداست. آدم احساس میکنه محکوم شده در حالی که این چیزا جزی از زندگیه تفریح و شادی زندگیه از چه وقت بلیط نخریدن من مانعی سر راه شادی زندگی مردم شده دستایش را به بیحسلگی تکان می دهد. چرا نمیشه با تو حرف زد؟ چیزی نمیگویم. دنیای او پینه دوزش را از دست نداده است که دیگر پول برایش اهمیتی نداشته باشد. او نمیداند که تمام پولهای دنیا هم نمیتواند یک لحظه دیدار پینه دوزم را به من بازگرداند. در دنیای او چک در زمینه خاطرات قرار ندارد و هیچ چیز نمیتواند لحظه دیدار ناممکن او را برایم میسر کند. چشم هایم را می بندم تا تصویر آنها را در اعماق جانم حفظ کنم می خواهم بگویم ما می بدون خیلی چیزها زندگی کنیم بدون فلسفه بدون نمایش نام نویس بدون نویسنده بدون کفش بدون روزنامه شاید فقط به کمی آب و مقدار کمتری غذا و کمی همدلی برای زندگی کردن نیاز داریم اما او رویش همچنان به پنجره است دلم میخواست مزرعه داشتم پر از کفش و کلاق و آسمانی با ابرهای پراکنده تا خاطراتم را برایشم میگفتم اگر کفش دوزی را جایی ببینم آهسته کف دستم میگذارم و پروازش میدهم آنها بیدفاعترین و ترین موجود روی زمین هستند آنها وفاداران ساکتن وقتی توی دستم میگیرمشان گویی قسمتی از وجودم میشوند و هیچ تلاشی برای جدا شدن و رفتن نمیکنند کلاها را از دور نگاه میکنم پرنده های و مقروری که به استقلال خود پای بندن. نگاهشان که میکنم اسم میکنم هر قدمی که بر می سرشار از آزادی و غرور است. شاید از این روز که کمتر کسی دوستشان دارد. نمی توانند به کسی اعتماد کنند همیشه به نحو برخورنده چپ چپ با آدم نگاه میکنند و اولین حرکتشان در جهت دور شدن از ماست قطار آیسته در میآید از جلو جوانک واکسی میگذریم هیچ شباهتی به پین روز من ندارد سرم را به پشتی صندلی تکیه میدهم و چشمهایم را میبندم پیش روی ما قوانین و صدهای محکمی قرار داشت که تنها کار کردشان بازداشتن دیگران بود با این صدها بود که نتوانستم در مراسم ازاداری خانم خانم به جای پخش نوارهای مذهبی آهنگی را که دوست داشت و اغلب زیر لب زمزمه می کرد بگذارم. برای چه نمی توانستم دست های پاپا را بشکنم تا نتواند رستم را بزند. بغلمی که می کرد دست هایش را می پیچندم به این خیال که می توانم آنها را بشکنم. فکر می کردم اگر روزی بمیرد قصدار نخواهم شد. آن وقت دست به گردنش میانداختم و صورتم را توی سینهش پنهان میکردم و بوی تنش را که همه امنیت و قدرت بود می نوشیدم. پدر بزرگی که مثل قولهای توی قصه بود و زورش فقط به بچه هایی می رسید که پدر و مادر نداشتند. پاپا پا را تا زمانی دوست داشتم که تو نیامده بودی. از آن پس دیگر ما بین دوست داشتن و دوست نداشتن سرگردان شدم. از او نمی ترسیدم. به خاطر تو از او می ترسیدم. قطار از یک ایستگاه کوچک وسط راه میگذرد جهان نگاهی از کنار روزنامهش به ایستگاه میاندازد بعد میگوید رو دادم به تو یاد بلیت دیگری میافتم که سالها پیش به من داد سعی میکنم دیگر دنبال فاخته نروم بهانه میآورم و زودتر از معمول راهی مدرسه میشوم نهار در مدرسه میمانم خودم را لعنت و نفرین میکنم و سعی میکنم همه چیز را فراموش کنم وقت اما رهایم نمی کند. سر به سرم میگذارد و هر خاطر از جهان و دوری که با برادرش مدرسه می رفته و به خانه آنها می آمده دارد تکرار می کند. مخالفت با او فایده ای ندارد. اگر خود را در میان خاطراتی که میگوید رها کنم آن وقت مچ هم را میگیرد و قسم میخورد که عاشق شده ام قسم می خورم که تا زنده هم دیگر با او حرف نزنم چند روز به سراغش نمیروم چنان درس میخوانم که میگوید شرط میبندم امسال شاگرد اول همه استان میشی اما درسی را که میخوانم درسته میفهمم احساس نیرومندی در درونم میجوشد که خستگی ناپذیر بیدار و پرتلاتوم است انگار زمین زیر پایم را حس می کنم چیزی به امتحانات نمانده که روزی فاخته میگوید جهان سراغتو میگرفت. دلم میلرزد اما میپرسم. پرسم جهان کیه؟ خنده ای می کند بالا می برد و میگوید جهان کیه؟ بعد مشتی محکم به بازویم می زند رو به رویم ایستد شانه هم را میگیرد و وسط پیاده رو نگاه هم میدارد و میگوید جهان جهان بخش آره یادت رفته پس اگه یادت رفته که هیچ مگه فرانسه نبود قیافه جدی به خودش میگیرد و میپرسد کی رویم را رو بر و میگویم هیچکس هیچ کس فراموش کن خب دوباره اومده بر تابستون اومده صورتم داغ شده میگوید امروز بنزل ما بود سکوت می تا او بگوید تا ابد از او بگوید زیر نگاهم نگاه هم می کند امروز از دست مهران خیلی از خوردم هی به من میگه باید کتاب بخونم و اینقدر سر به هوا نباشم اینو جلو مامان و جهان گفت انگار سرپرست منه ولم نمیکنه مامانم حق رو به اون میده و چشش به دهن اونه حالا نمیگم چه خوب ولی خدا رحم کرده که بابا مرده اگر اونم زنده بود که حتما یه قفس میخریدند و منو تو زندون مینداختند بال تو که کسی کاری به کارت نداره کاری نداره تو خونه همه به من کار دارن اما من نمیذارم عادت کنن که بهشون حساب پس بدم وگرنه میشم نوکر خونه میخندد نوکر که نه آره نوکر به شیطنت دستش را در بازویم میاندازد و میگوید جهان بی اختیار میگویم تو رو به خدا حرفشو نزن یعنی چه چرا با اینکه در دلم قنداب میشود میگویم حرفشو نزن بذار به درسمون برسیم درسمون چه ربطی به اون داره تازه مهران میگفت یه نمایش خوب تو دانشگاه نشون میدن میگفت قراره با جهان برن اونو ببینن میگفت بد نیست با باشون بریم میگوید مهران کم بود جهانم بهش اضافه شد باور میکنی یه لیست از کتابهای تازه منتشر شده گرفته به منم داد و گفت باید اونو رو بخونم دلش خوشه با کدوم وقت میپرسم چه کتابایی تازه از راه نرسیده معلوم لیست کتاب را کجا برده فکر کنم کار مهران باشه سفارش از بالا رسیده نمیدونم چرا همه فکر میکنم من بی سوادم و باید راهنمایی کنن دوباره میپرسم چه کتابایی تاتر چی میای نمیدونم با این امتحانات و وقت کم بازویم را فشار میداد آخ که تو هم با این دست منو کشتی تازه جانم میاد از او فاصله میگیرم نه نه, نه، نمیتونم بیام لبخندی میزنم آره جون خودت پس حتما میایی به جون مامانم قسم میخورم که میایی بی خودی چرا جون مامان تو قسم میخوری پنجشنبه ساعت شش اینجا باش من که گفتم نمیتونم بیام با مهران میریم من نمیام با حرکت این نمایش ما آبانه میگوید و جهان هم در آنجا خواهد بود مثل که کر شدی من که نشیدی گفتم نمیام چرا شنیدم ساعت یادت نره اولین بار که پدر و مادرم اسم او را شنیدن پدرم خندید و گفت هم جهان و هم جهاندار آن روز تنین آن اسم برای من زیباتری موسیقی بود اولین بار که گفت حالا دیگه خانم جهاندار هستی نمیدانستم آن سعادت را با چه چیز میتوانم بسنجم به جهان نگاه میکنم و از خودم میپرسم آیا میتواند تصویری از دلهوره و بیتابی آن روزهای من داشته باشد از صبح هیچ نخورده بودم غذا از, از گلویم پایین نمیرفت خوشبختانه در خانه ما کسی چندان در بند خورد و خوراک ما نبود همه میدانستند که به در یکی از خانه ها چیزی میخوریم در غیر این صورت حتما کسی متوجه بی و تغییر حالت من میشد هزار بار لباس هایم را زیر و رو کرده بودم و هزار بار به خود گفته بودم که بهتر است نروم نزدیک خانه فاخته پاهایم انگار قدرت و تحمل بدنم را نداشت زنگ درشان را فشار می دادم دستم میلرزید. فاخته فورن در را باز کرد دوباره همان لبخند عجیب و غریب پر از شکلک پنهان که از کوره به درم می کرد در صورتش نمایان بود گفت مهران با جهان دم دانشگاه قرار گذاشته جلو دانشگاه منتظر او ایستادیم مهران به دور و بر نگاه می و میگوید: الان پیداش میشه. شه معمولا دیر نمی کنند. یخ کردم و بازوهایم را با دستهایم می وقتی میگوید: هوا سرد نیست که تو سردته به دقت مرا نگاه می کند لبهایم را به هم فشار می دهم می خواهم بگویم خفه شو و از لبخند او که مانند یک تابلو بزرگ از جلو چشمم پست نمی رود سرم به دوران می افتد می آید کنارم و دستش را در بازویم می اندازد خود را به گرمای آرام بخش وجودش می سپارم و آهسته می گویم من نباید می اومدم چه کسی باور می کند؟ نوشته روهنگیز شریفیان فاخته می گوید حالا نوبت توه ما که عاشق کسی می شود این که بیشتر در دسترس بود بهتر نبود آخه عقل ما کم نیست او عاشق پسری که از دوستانشان بود پسرک پس از دیپلم دبیرستان به آمریکا رفته و فاخته دیگر از او خبری نداشت حرفی هم از او نمیزد اگرم میپرسیدم میگفت فیلش کنم سر ندارم عشق و بچگی رو باید فراموش کرد میگویم نمیدانم او چه میگوید و چرا فکر میکند من عاشق شدم سرش را تکان میدهد و شروع میکند از جهان حرف زدن با اینکه دلم آب میشود اما دستم را دا جلو دهانش میگیرم و میگویم بس کن من علاقه به دونستن این چیزا ندارم اما او تا مدرسه کج کج و رو به من راه میرود سوال پیچم میکند میگوید من که میدونم اگه اعتراف نکنی بهش میگم کنارش میزنم و میگویم من که نمیدونم منظورت چیه دست بردار نیست تا دم در مدرسه اشکم را در میآورد میگویم بلم کن دیگه با من حرف نزن تا پایان روز نگاهش نمی کنم مدرسه تعطیل می شود بی آنکه منتظر شوم راه می افتم سر خیابان نرسیدم که خودش را به من میرساند و ساکت کنارم راه می افتد. سر پیچ کوچشان زیر گوشم میگوید اگه هنوز خونه ما باشه میای تو بیان که جوابش را بدهم از او جدا میشوم همانجا میایستد و پیش از اینکه توی خیابان پهلویی به پیچم فریاد میزند فردا صبح بیا دنبالم منتظرتم قطار در ایستگاهی توقف می کند. ایستگاه کوچکی است. نمی در ایستگاه قطار واکسی هم پیدا می شود. در گوشه سمت راست بیرون اتاق انتظار مرد جوانی روی صندلی پای کوتاهی نشسته بسات واکسش را کنارش گذاشته است. صورتش را رو به آفتاب گرفته سیگاری گوشه لب دارد به نظر نمیرسد از نداشتن مشتری دق ای داشته باشد. نگاهش میکنم و دلم به شدت فشرده می شود. پیشانیم را به پنجره فشار می و غرق تماشایش می شود. جهان هم متوجه می شود. به من نگاه میکند و با لبخندی میگوید این از اون چیزهایی که تو اصلا دوست نداری جان نمیتواند تصور کند نمیتواند قبول کند که من هرگز کفشایم رو واکس نزدم و هرگز همانها رو واکس نخواهم زد میتوانم کفشی را دور بیاندازم اما نمیتوانم واکس بزنم حتی خریدن یک قوطی واکس برایم سخت است تو میدانی آه فقط تو باور میکنی راهمان به مدرسه از جلو مغازه جواد آقا میگذشت برادرهایم و پسرهای خالپری عادتشان شده بود هر روز سر راه مدرسه هم در دکان جواد آقا بایستند به تماشای رستم که کنار انبوهی کفش کهنه نشسته بود و به دستور جواد آقا آنها را میخ میکوبید یا واکس میزد گاهی هم پهلویش میرفتند و کنارش مینشستند و سعی میکردند کفشی را که دستش بود از او بگیرند و میخ بکوبند او چیزی نمی گفت. با آرنج کنارشان می زد و کفش ها رو از دستشان می گرفت و می گذاشت پشت سرش. با آنها که می رسیدم می ایستدم. رستم سرش را بلند می کرد برای که می دید سرش را پایین تر می انداخ. هیچ وقت توی مغازه نمی رفتم. برادرها و پسر هم همراه دو تا از همشاگردی هایشان جلو به مغازه استادند. یکیشان می گوید رستم کفش اندازی پای رستم داری؟ بقیه میزرن زیر خنده سرش را بلند می کند مرا که می بیند فورا سرش را پایین می اندازد. یکی دیگر از پسرها میگوید: گوید بستم چه هم می گیری کفش منو واکس بزنی؟ پسر بزرگ خاله پری می گوید بستم چقدر طول می گیشه؟ کفش رو سم و بزنی؟ و باز شلی که خندشان بلند می شود جلو می رویم و میگویم گویم نونور بازی در نگیرید به خاله ما هم میگم پسرها حال در حالی که میخندند و مسخره بازی در میآورند راهشان را میگیرند و میروند رستم رو لنگ کفشی را که واکس میزد کنار میگذارد و لنگ دیگری را میدارد. دستش را به چشمش میبرد پا به پا میکنم کیفم را زمین میگذارم به کنار در مغازه تکیه میدهم و میگویم عیبی نداره تو خونه ما به همه اسما میخندند فقط اسم تو نیست دست مال رو روی کفش میکشد سرش پایین است میگویم به اسم منم میخندن بیان یعنی که سرش را بلند کند میگوید چرا؟ نمیدونم مثل اینکه یه اسم برامون میذارن که بخندن اسم تو که خنده نداره نمیدونم اما هر وقت مامانم شیرین صدا میکنه بابا میخنده مامانم هم میخنده باز گفت اما اسم تو خنده نداره آخه مگه نمیدونی من که دو تا اسم ندارم سه تا اسم دارم شایدم چون اسمم شیرین نیست میخندن آن وقت سرت را بلند کردی و خندیدی گفتم دیدی تو هم خندیدی فورا خندش را فرو خورد گفتم عیبی نداره پرسی میخوای کفشت واکس بزنم به کفش های قرمز بنداری که پایم بود نگاهی کردم و گفتم نه سرش را پایین انداخت پرسیدم واکس رو دوست داری گفت نه مثل بوی دواخونه حالم رو به هم میزنه به بیرون مغازه نگاه کرد دنبال نگاهش را گرفتم جواد آقا بود نزدیک رسید سلام کردم جواد آقا گفت سلام خانم کوچولو راستم کفش خانم کوچولو رو واکس زدی دوباره به کفش هم نگاه کردم کیفم را برداشتم و با همه سرعتی که می توانستم به طرف خانه دویدم قطار شهر را پشت سر می گذارد. سرم را به شیشه تکیه می دهم به مزرعه های سر سبز و مرتب به اسبا و گاوهایی که با تنبلی گوشه و کناری ایستادن نگاه می کنم. از راه رو مردی هم سن و سال جهان میگذرد. صندلی کنار جهان خالی است. نگاهی سرسری به صندلی خالی می اندازد و رد می شود. از اینکه پهلوی ما ننشست خوشحالم. او هم دسته روزنامه زیر بغل دارد. دیوارها حالم را به هم میزنند. به جهان نگاه می کنم. نمیدانم روزنامه چندمین مرحله سکوت بین ما بوده است به خانه های دهخانی که همچون نقطه های پراکنده تنها و دور از هم در میان مزرعه های بزرگ قرار گرفتن نگاه میکنم به یاد حرف های خاله پری می که می هر کسی هر جا به دنیا بیاد همونجا جا هم دنیا میره. اعتقاد عجیب و غریبی بود که از دایره وجودش فراتر می رفت. سر ازدواجم به مادرم گفته بود خر نظری بچه به قریبی ببرم؟ اگه رفت دیگه تو قربت میمونه از آن پس هرگاه مادرم دلم برایش تنگ میشه و دستش را روی دستش میزند و میگوید اما نه سرنوشت سرنوشت این دختر به قریبی بود تنها اوست میداند که حتی نطفه هم هم در قریبی بسته شده سالی که پدرم را از طرف شرکت دارویی که در آن کار میکرد همراه گروهی برای یک دوره آموزشی به آلمان فرستادند مادرم در آخرین هفته اقامتش به او ملحق می شود. به تهران که بر می گردم مرا حامله بوده. بعدا هم گفته بود که اگر بچه دختر باشد اسمش را شیرین میگذارد. شیرین اسم قشنگی بود که کسی با آن مخالفتی نداشت. به دنیا که آمدم پدرم گفته بود راسی راسی فکر میکنی میتونی اسم این سوسک سیار شیرین بذاری؟ اگه اسم این بچه سبزه و ریزه میزه رو شیرین بذاری بهمون میخندند این خاله سوسکی من نمک داره و شیرین نیست چطور اسمش رو بذاریم شورا مادرم اعتراض کرده بود چه حرفا شورم شده اسم شورا دیگه یعنی چی شورا یه اسم روسی تباره خالی پری پرسیده بود اخهی دکتر شورا اسم دختر یا پسر پدرم میگوید بعضی اسما دختر و پسر نداره به نظر مادرم شورا به پسر بیشتر میخورده تا دختر از نظر پدرم فرقی نمی کرده که اسمم چندان هم دخترانه نباشد. تازه پس از آن هم به توافق نمی رسند. در نتیجه یکی دو ماه بدون شناسنامه می مانم و سرانجام اسم پرتوب را برایم انتخاب می کنند که قلام خان گفته بوده می تواند اسم پسر هم باشد و هرگز کسی با آن اسم صدایم نکرده است. جز در مدرسه آن هم معلم ها. فاخته می گفت از سرگذشت می میشه کتاب نوشت. مادرم میگفت پدرت اونقدر تو رو از تهدل شورا صدا میزنه که این اسم بد میاد که شیرین رو اصلا از رنگوبو انداخته. او تنها کسی است که شیرین صدایم میکند. آنم نه همیشه. برای دیگران شورا هستم. خال ما هم و رستم شوشا صدایم میکنند. البته رستم فقط زمانی که تنها هستیم. با جهان که آشنا شدم شدم شوریده. به این ترتیب من شیرین شورا شوشا پرتو صناعت جمشیدی روزی ناگهان به شوریده جهان تبدیل شدم آدم کاملا تازه که با نگاهی متفاوت دنیا را مینگریست تنها اسمم عوض نشده بود همه چیز زندگیم هم تغییر کرده بود حتی وطنم از آن روز که به قول خاله پری مرا به غریبی بردن سی سال میگذرد انگار آوارگی به قول او شروع که بشود دیگر دست از سر آدم بر نمی دارد. سی سال است که خانم جهاندار هستم از نام خانوادگی خودم کمتر استفاده می کنم هر جا گفتم صناعت جمشیدی فورم پرسیدم به کدام یک باید صدایت کنیم اولین بار در مدرسه بود که با این سوال روبرو شدم بعد عادت کردم می گفتم کدام ندارد هر دو را یک بار فکر کردم روزی که بمیرم و در روزنامه ای بنویسند پرتو به صناعت جمشیدی فردایش ممکن است دوستی تلفن بزند و بخواهد که با هم به سینما برویم یا برای مهمانی دعوتمان کنند من و تو هر دو مزه این آوارگی را چشیده ای و از کودکی تا میان سالی من از جوانی تا به پایان خانم خانم به خال ما هم میگوید پدرت این آورده اگه میزاش تو ده بمونه پدر مثل خر از گردش کار میکشید زن پدرم که دماغ از روزگارش در می آورد حالا اگه بفهمه که تو بردی خونت و میخوای بفرستش مدرسه میاد مدعی میشه ولت نمیکنه اینا بچه ها رو برای کار میخوان نه درس خوندن خاله ما هم رو را روی سرش مرتب میکند و میگوید اصلا یادم را پر چی اومده بودم حالا بشین یه چایی بخور خالم کفشایش را دم در اتاق در میآورد خانم خانم برایش از چایی می, می و کنارش می نشینم. انگار تازه متوجه من شده. صورتم را میبوسد و دستش را رو روی موهایم می کشد. خودم را توی بغلش جا می دهم. برای به خودش می چسباند و رو به خانم خانم می گوید بیا همقد منه. مگه بچه با بچه فرقی داره؟ خب خب همه که یه جور نیستن کسی هم که کاری بهش نداره روزه کاری میکنه و چیزی یاد میگیره چیزی که یاد میگیره تو سری خوردن و ارد شنیدن از دنه هاست به این میگن کار تازه خیال میکنیم با این کار خیر عاقبت خودتون رو تعمین کردیم خانم خانم به اتاق پشتی که پاپا آنجاست نگاه میکند حال ما هم در حالی که استکان چایش را در دست گرفته میگوید شبا که میتونه بره مدرسه خب شبا بذارش مدرسه پاپا از اتاق عقبی بیرون میآید سرفه ای میکند خاله ما هم هم نیم خیز می شود و سلام می کند یا الله <سؤال> مامانیر خانم علیکم السلام. <سؤال> سلام <سؤال> خانم خانم برای بابا چایی می دیزد. خال ما هم چاییش را زود تمام می کند و بلند می شود و میگوید با ننه ددری کار داشتم خانم خانم می گوید ددری رو که می شناسی رفته یه نون بخره دو ساعته که رفته پس وقتی اومد بگید یه سری بیاد پیش من موهی مرا میگیرد آهسته میکشد و سرم را میبوسد از میان در به رستم که روی زمین نزدیک آشپزخانه نشسته و لوسی را ناز می کند نگاهی می اندازد. از اتاق که بیرون می رود نن بزرگ را صدا می کند. از توی کیفش پولی در می و چیزی به او می گوید. خانم خانم نگاهش به آنهاست. پاپا چایش را هرد می کشد. اختیار زندگیمونم نداری. خانم خانم می گوید پاپا آدمی تند خوب و کم بود اما در دست های خانم خانم مانند موم نرم بود گاهی اگر عصبانی میشد و داد میزد یا حرفی میزد که به میل خانم خانم نبود خانم خانم بیان که محلش بگذارد راهش را میگرفت و از اتاق بیرون میرفت هرچه او داد میزد خانم خانم کمتر اعتنا میکرد پاپا میدانست که امور خانهاش بی او نمیچرخد و تا آخرین روز زندگیش عاشق او بود البته همانقدر که مردهایی مثل پاپا می عاشق کسی باشند برای پاپا در درجه اول آسایش خودش مطرح بود بعد باقی دنیا خانم خانم این را خوب میدانست و همان اندازه هم از قدرت خودش آگاه بود اگر دلش میخواست خواست می توانست او را دور انگشتش بشرخاند بدون اینکه بابا خودش هم بفهمد این رو از خنده های زیر زیرکی خالپری که خانم خانم سعی میکرد ساکتش کند و در همان حال میتوانست لبخند خودش را هم پنهان کند حس میکردم. گاهی اگر یکی از ما بچه ها همراه آنها میخندیدیم فورا جدی میشدند و به ما تشر میزدند که ساکت باشیم. مثلا پاپا مانند همه مردهای همزمان خودش در آرزوی داشتن پسر بود اما در برابر خانم خانم که سه تا دختر برایش به دنیا آورده بود حرفی نزده بود فقط گفته بود دیگه بسمه لوسی هنوز کنار رستم روی زمین لم داده و چشمایش را هم گذاشته و رستم همچنان دست نوازش پشت او می کشد نمی توانم نگاه هم را از آنها بردارم فکر می کنم کاش برادرهایم اینجا بودند و این منظره را می دیدن. وقتی برادرهایم با پسرهای خاله پری بودند هیچ چیز از دستشان در امان نبود مرا هم به بازیهایشان راه نمی دادند از اینکه بی محلی هم کنند لذت می بردند بازی دخترونه نیست ننه ددری گاهی تشهرشان می زد و می گفت بازی بدید هر بار هم مادرم را می دید می گفت خانم بچه هم تنهای تنهایی تنهاست بعد یکی هم برای این بزای این بچه هیچ کس رو نداره که هم بازیش باشه مادرم هم با دستش حرف او را رد می کرد و میگفت گفت بابا تو از جای گرم در میاد ننه ددری میگفت خانم ول بله خودم بزرگش میکنم با سرعت خودم را به خانه میرسانم از این موقعیت بهتر نمیشد که خودی نشان دهم و داستان پسری را به برادرهایم بگویم که پاپا از ده آورده که آنقدر کلهاش مو دارد که آدم صورتش را نمیبیند و تازه با لوسی هم دوست شده است آنها فورا خبر را به گوش دو پسر خالم میرسانند میگویم لوسی را بغل کرد و لوسی هم خودش را به او چسباند برادرهایم که آرزوی بازی کردن با لوسی برایشان رؤیایی دست نیافتنی شده بود با کنجکاوی و ناباوری سوال پیچم می کنند. تا می توانم داستان را آب و تاب می دهم. همون وقت شب تصمیم می گیرن به منزل خانم خانم بروم که مادرم جلویشان را می گیرد. این وقت شب کجا؟ می فردا را ازتون گرفتم؟ صبحانه خورده نخورده همراه دو برادر و پسر خاله هایم به منزل خانم 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 از دیدن ما که با و کنجکاو دور بر خانه را نگاه می کردیم لبخندش را فرو خورد بیان که به نگاه های پر انتظار ما اعتنایی کند گفت چی شده؟ موتون آتیش زدم اومد اینجا چی کار؟ اگه صبونه نخوردید هنوز زنده سفره رو جمع نکرده ما اما حواسمان به او نبود انتظارمان زیاد طولانی نشد ننه ددری دست بچه ای را که تا بال در عمرم ندیده بودم در دست گرفته وارد شد پسرکی لاغر که موهایش را از ته تراشیده بودند. سفیدی همبام هنوز روی گردنش و دستهایش دیده می شد. شلواری بزرگتر از اندازش که پاچهایش را تا کرده بودند و پیراهنی که پیش از آن تن برادرهای پسر هم دیده بودم پوشیده بود. ننه ددری دست او را که سرش پایین بود و عقبتر ایستاده بود کشید و گفت خانم ببین چه ترتمیز شده؟ در حالی که قشقش میخندید اضافه کرد. هر کردم از این سفیدتر نشد. بچه دستش را روی سرش کشید و نگاهش را از ما که به او خیره شده بودیم دزدید یکی از پسرها نزدیک او رفت و با کنجکاوی به لباسی که به تن داشت نگاه کرد و گوشه آستین او را کشید اما پیش از اینکه حرفی بزند خانم خانم بلند شد گفت بچه رو ببر صبونش رو بده خب شما هم دیگه اینجا کاری ندارید عصبانی بود و با بیحوصلگی ما را به خانه فرستاد گفتم خانم خانم میشه من پیش شما بمونم؟ نگاهی خالی از مهر به من انداخت؟ نخیر با برادرت برو شاید مادرت کارت داشته باشه زیر لب انگار با خود حرف میزد گفت بچه ای خبر چی؟ ننه بزرگ از آشپزخانه سرک میکشد ننه ددری را صدا میکند بیا یه لغم نوم بذاریم بچه بخوره زبون بسته رو ناشتا برده همون عقل کنیز جون در عذابه و قرقر کنم با آشپزخانه برمیگردد از در بیرون نرفته برمیگردم او را میبینم که ننه ددری دستش را میکشد تا با آشپزخانه ببرد صبر میکنم تا برادرها و پسرخاله هایم دور میشوند تا آنها سرشان به کار خودشان است و حواسشان به من نیست به طرف آشپزخانه میروم و آنجا میایستم رستم کنار ننه بزرگه نشسته و سروزیر چایش را هم میزند قدری نان و پنیر جلوش است نن بزرگ صدایم میزند میروم و پهلوی او مینشینم برایم چای می ریزد و میخواهد لغمه بگیرد که میگویم نمیخواهم لغمه را به رستم میدهد نگاهش میکنم اما او نگاهم نمیکند سرش پایین است چایش را در نلبکی ریزد. با دقت آن را به دهانش نزدیک میکند و مواظب است نریزد در همین وقت لوسی دم در اتاق پیدایش میشود میخواهد بلند شود که نن بزرگ تشرش میزند بشین سر جا چای تو بخور به این گربه نمیشه دست بزنی لوسی نگاهی به ما و دوربر اتاق میاندازد رستم سرش پایین است اما زیر چشم حواسش به گربه است لوسی دسته دم در میماند بعد همانجا روی زمین توی آفتاب دراز میکشد نن بزرگ استکان رستم را از جلوش بر میدارد بساط صبحانه را جمع میکند و از اتاق بیرون میرود رستم نگاهی به من می اندازد. بلند می شود و به طرف لوسی می رود. گربه به دیدن او چرخی میزند و بدنش را کش و قوس می دهد. بلند می شود به طرف آنها می رودم. لوسی تا مرا می بیند گوشهایش را تیز می کند و از جایش بلند می شود. رستم دست می از زیر شکم گربه بغلش می کند و میگوید: گوید می نازش کنی؟ بیا من نگهش داشتم. بیا بیا یواش یواش نازش کن. اولین بار بود که صدایت را می شنیدم. دستم را آهسته روی سر گربه می کشم تا روی پشتش ادامه می دهم. لوسی سرش را برگردانده با بی اعتمادی متوجه حرکت دست من است. تو دستت را روی دستم میگذاری و آرام گربه را ناز می کنی. سنگینی و گرمی آن دست کوچک را که هنوز سفیدی حمام رویش بود هنوز هم به یاد دارم. جهان به من میگوید، من از دو عادت سر در نمیارم یکی نگه کفشات و واکس نمیزنی میگویم چه اشکالی داره این کار به کسی ضرری میزنه جا میخورد میگوید فرق نمیکنه که چقدر پول کفش داده باشی حتی روی گران قیمت ترین اونا هم حاضر نیست یک دستمال بکشی حاضر هم نیستی بدی کسی دیگه برات واکس بزنه نزدیک از گریم بگیرم لپایم را به هم فشار میدم و میگویم من هیچوقت کفشم و واکس نزده و نمیزنم نه حالا نه صد سال بعد این هیچ ربطی به قیمت کفش نداره این دیگه عضو بدتر از گناهه آدم میتونه خودشو تغییر بده نمیتونه میگویم نمیدونم لبهایش را به هم فشار میدهد و سرش را به سوی پنجره میچرخاند اولین چیزی که در اتاق پذیرایی جلب توجه میکند یک جفت کفش دخترانه است که روی سر بخاری قرار دارد کفش قدیمی که انوار موضوع گفتگو بوده است کفش های بندار قرمزی که هر کس آنها را میبیند میپرسد چه کفش قشنگی حتما مال دخترتونه جان میگوید نه مال ستاری نیستن کفش های چه یادگار خوبی چه کار جالبی کسانی که بیشتر آنها را دیدن میگویند آدم میتونید این کفش شوریده را مجسم کنه راستی چند سالت بود چه خوب ازش مواظبت کردی جهان بخنده میگوید اونها رو بیشتر از من دوست داره حالا دیگه از این کفشا پیدا نمیشه چیزی شبیه اون رو هنوز تو ایران درست میکنن اما دیگه چرم خالص نیست همه کفش شده ماشینی موادی هم که به کار میبرم مصنوعیه جهان میگوید پس باید عتیقه شده باشه عتیقه را طوری میگوید انگار مسخره میکند فکر میکنم بهتر از آن را از سر بخاری بردارم تنها چیزی که از آن روزها برایم هم مانده همان یک جفت کفش سر بخاری است پاپوش هفت هشت سالگی هم که تنها یک بار واکس خوردن دلم میخواهد حتی قبار آن سالها را رو رویشان نگه دارم مادرم پرسید کفشات کو؟ خراب شده خراب شده؟ یعنی چه خراب شده؟ تازه خریده بودم؟ نه تازه نبود تازه نبود؟ نو no, نبود؟ به حق چیزایی نشنیده حالا کجاست؟ چی شده؟ بندش پاره شده خب بندش پاره شده دورش که ننداختی بده به ننه ددری بده دم دکون جواد آقا برات بدوزم آخ من که کفش دارم اونو لازم نیست بدم بدوزم نو که اومد به بازار کهنه میشه دلازار بچه بگو کفش رو چی کار کردی؟ آنها را در میان لباس هایم در چمدان گذاشته بودم در اولین فرصتی که سراغشان میروم یک لایه زیرتر پنهانشان میکنم روز بعد که سر چمدان میروم از آنها خبری نیست میدارم که مادرم برداشته با صورتی برافروخته میروم و میپرسم کفشم چیکار کردین کفشم کو نزدیک از اشک هم سرازیر شود میگوید کفش خاکی کثیف رو لباسه شسته قایم کردی که چه پایم را به زمین میکوبم و سوالم را تکرار میکنم بدون اینکه سرش را رو از روی کارش بلند کند میگوید چی کار کردی و زهر مار اون را دادم ننه ددری و برای دکون جواد آقا اگه درست کردنیش درست کنه اگه درست کردنی هم نیست خودش برداره تا دیگه کفش کسی تو رختای شسته نگه نداری برای اولین بار است که در برابرش ترسی احساس نمی کنم. هیچ چیز برایم بیشتر از کفش اهمیت ندارد. داد میزنم کفش میخوام کسی حق نداشت اونا رو برداره. مادرم به دوربرش نگاهی می اندازد. روزنامه رو که دم دستش است به طرفم برتاب می کند. صدا تو ببر چه منی در دختر بلند کنه؟ اونم برای یه جفت کفش تقصیر منو که دادم درستش کند. اشک روی صورتم و با تمام نیرو فریاد میزنم کفشامو میخوام من کفشامو میخوام مادرم از جا بلند میشود به طرفم میآید دستش را بلند میکند نن بزرگ جلو او را میگیرد و میگوید خانم ولش کن بچه از مدرسه اومده خسته و, و گرسنه خب کفشاشو میخواد میرم از جواد آقا میگیرم دست مرا میگیرد و میگوید اینکه گریه نداره مادر الا میرم ها ببین رفتم مادرم میگوید گوید نن خو آبرو دارم بری دنبال یه جفت کفش کنه که چی بشه؟ دخترم اینقدر پر رو؟ خب خانم بچه هست کفشاشو دوست داره ای بی نداره ننه بزرگ اما نرفت هرچی انتظار کشیدم از آشپزخانه در نیومد نق را شنید و گفت الان مادر الان کارم که تموم شد میرم گریه نکن آن وقت قرر کردم و کسی هم برای نهار صدایم نکرد از زن هم خبری نشد آنقدر گریه کردم که گوشه اتاق خوابم بود بعد از ظهر ننه ددری با یک بشقاب غذا بالای سرم آمد بغلم کرد و سر و رویم را بوسید و گفت پاشو ننه پاشو نهارتو تو بخور قش میکنی کفشاتو هم همین الان رستم میاره تو آمدی و پاکتی در دست داشتی به مادرم یک کنار سماور نشسته بود سلام کردی نمیدانیستی پاکت را به او بدهی یا به من لحظه ایستادی بعد پاکت را به طرفم دراز کردی و آهسته گفتی کفشاته برات واکسشون زدم مادرم خنده تمسخرآمیزی کرد و با اشاره به من گفت برو بهش بده بر این یه جو کفش کنه از زر زرزر کرده صورتم را با پشت دستم پاک کردم ننه خواست کفشها رو بگیرد از جا پریدم رستم هم دستش رو از او کنار کشید مادرم گفت این تهوه را نبری باز قایم کنی آهسته گفتم نمیخواست واکسش بزنی تو که حالت به هم میخوره پاکت را که به من دادی سرت را تکان دادی و گفتی نه کفشا رو با پاکتش در چمدانم گذاشتم روز بعد بردم خانه خال ما هم که برایم نگه دارد پرسید چرا اینو رو بردی اینجا آخ این کفشا رو خیلی دوست دارم نمیخوام بپوشم و خرابشون کنم مامانم اگر اونها رو ببینه میندازه دور برف منم گوش نمیده خاله ما هم سری تکان داد و گفت ببر بذار اون رو تاخت تو گنجه من بعدا که گنجه برای گذاشتن لباسا و کتاب هایم داشتم کفش را از خاله ما هم گرفتم و در آن گذاشتم و درش را قفل کردم و کلیدش را با خودم به مدرسه می بردم. روزی مادرم پرسید که چرا در گنج ام را قفل می کنم. گفتم گنج مال منه کلیدش هم مال خودم. چیزی هم توش نیست که کسی سرش بره. گفت حتما دوباره چند جو کفش کنونج قایم کردی. چند جو کفش نیست فقط یه جفته و کسی هم حق نداره دست به اونا بزنه. با پوسخندی قرض زد که دختر روی شده. حالا اون کفش توفه بشه دردی میخوره پاد که نمیره. چه به دردم بخوره چه نخوره مال منه کسی نباید دخالت کنه در حالی که هنوز پوسخن بر لب داشت رویش را رو از من برگرداند و پی کارش رفت من هم رویم را رو از او برگرداندم و به اتاق برگشتم آن روز مرز کودک و مادر میان ما شکسته شد آن روز دو بزرگ سال بودیم که روبروی هم قرار گرفته بودیم یک روز با کفش هایم بزرگ شده بودم بی اختیار حجوم عشق را پشت چشمایم حس می کنم جهان همونطور که از پنجره بیرون را تماشا می کند می گوید تو در مقابل بلیت های بخت آزمایی این هم از اون چیزهایی که من نمی فهمم سعی می کنم خون سرد باشم من می گویم سکوت من مگه من مسئول بلیت های بخت آزمایی هستم تو مسئول نیستی منظورم که می فهمی نه منظور تو نمی فهمم دیده هر کس نسبت به پول متفاوته حتی اگر الزاما درست نباشه نمیتونم احساسم رو به دلخواه دیگران یا مؤسسه که برای پول درآوردن مردم و وسیله قرار داده عوض کنم این نوع محکوم کردنه هرگز فکر نکردم کسی رو محکوم کنم من که مسئول کاری مردم نیستم همین انتقاد کردن یه جور محکوم کردنه اخری من چه ربطی به انتقاد داره از اینکه به فکر و خودم پای و تو از اون دلخوری سر در نمیارم این یعنی فاصله ایجاد کردن چه فاصله ای؟ من به تو حق میدم چرا تو به من حق نمیدی؟ چطور فکر میکنی من فاصله ایجاد میکنم مگر آدما نمیتونن با هم باشن و با هم آزاد باشن؟ با دلخوری میگوید منظورت از این آزادی چیه؟ سکوت تو یه جور شخصیه نوعی مخالفت بی صداست. آدم احساس میکنه محکوم شده در حالی که این چیزها جزی از زندگیه تفریح و شادی زندگیه از چه وقت بلید نخریدن من مانعی سر راه شادی زندگی مردم شده دستایش را به بیحسلگی تکان می چرا نمیشه با تو حرف زد چیزی نمیگویم دنیای او پین دوزش را از دست نداده است که دیگر پول برایش اهمیتی نداشته باشد او نمیداند که تمام پولهای دنیا هم نمیتواند یک لحظه دیدار پین دوزم را به من بازگرداند در دنیای او چک در زمینه خاطرات قرار ندارد و هیچ چیز نمیتواند لحظه دیدار ناممکن او را برایم میسر کند چشم هایم را میبندم تا تصویر آنها را در اعماق جانم حفظ کنم می خواهم بگویم ما می توانیم بدون خیلی چیزها زندگی کنیم بدون فلسفه بدون نمایش نام نویس بدون نویسنده بدون کفش بدون روزنامه شاید فقط به کمی آب و مقدار کمتری غذا و کمی همدلی برای زندگی کردن نیاز داریم اما او رویش همچنان به پنجره است دلم میخواست مزرعه ای داشتم پر از کفش و کلاق و آسمانی با ابرهای پراکنده تا خاطراتم را برایشم میگفتم اگر کفش دوزی را جایی ببینم آهسته کف دستم میگذارم و پروازش میدهم آنها بیدفاعترین و با ترین موجود روی زمین هستند آنها وفاداران ساکتند وقتی توی دستم میگیرمشان گویی قسمتی از وجودم می‌شوند و هیچ تلاشی برای جدا شدن و رفتن نمی‌کنند. کلاها را از دور نگاه میکنم پرنده های باوقار و مغروری که به استقلال خود پای بندند نگاهشان که میکنم اسم میکنم هر قدمی که برمیدارند سرشار از آزادی و غرور است شاید از این روز که کمتر کسی دوستشان دارد توانند به کسی اعتماد کنند همیشه به نحوه برخورنده ای چپ چپ به آدم نگاه میکنند و اولین حرکتشان در جهت دور شدن از ماست قطار آیست برگت در میآید از جلو جوانک واکسی میگذریم هیچ شباهتی به پین دوز من ندارد سرم را به پشتی صندلی تکیه میدهم و چشمهایم را میبندم پیش روی ما قوانین و صدهای محکمی قرار داشت که تنها کار کردشان باز دیگران بود با این صدها بود که نتوانستم در مراسم ازاداری خانم خانم به جای پخش نوارهای مذهبی آهنگی را که دوست داشت و اغلب زیر لب زمزمه می کرد بگذارم. برای چه نمی توانستم دست های پاپا را بشکنم تا نتواند رستم را بزنند. بغلمی که میکرد دستهایش را میپیچندم به این خیال که میتوانم آنها را بشکنم. فکر میکردم اگر روزی بمیرد قصدار نخواهم شد. آن وقت دست به گردنش میانداختم و صورتم را توی سینهش پنهان میکردم و بوی ترش را که همه امنیت و قدرت بود می نوشیدم. پدر بزرگی که مثل قولهای توی قصه بود و زورش فقط به بچه هایی می رسید که پدر و مادر نداشتند. پاپا را تا زمانی دوست داشتم که تو نیامده بودی. از آن پس دیگر ما بین دوست داشتن و دوست نداشتن سرگردان شدم. از او نمی ترسیدم. به خاطر تو از او می ترسیدم. قطار از یک ایستگاه کوچک وسط راه میگذرد جهان نگاهی از کنار روزنامهش به ایستگاه میاندازد بعد میگوید بلیتار دادم به تو بیاد بلیت دیگری میافتم که سالها پیش به من داد سعی میکنم دیگر دنبال فاخته نروم بهانه میآورم و زودتر از معمول راهی مدرسه میشوم نار را در مدرسه میمانم خودم را لعنت و نفرین میکنم و سعی میکنم همه چیز را فراموش کنم باخت اما رهایم نمی کند سر به سرم می گذارد و هر خاطر از جهان و دوری که با برادرش مدرسه می رفته و به خانه آنها می آمده دارد تکرار می کند مخالفت با او فایده ای ندارد اگر خود را در میان خاطراتی که میگوید رها کنم آن وقت مچ هم را میگیرد و قسم میخورد که عاشق شده ام قسم میخورم که تا زنده هم دیگر با او حرف نزنم چند روز به سراغش نمیروم چنان درس میخوانم که میگوید شرط میبندم امسال شاگرد اول هم. همه استان میشی. اما درسی را که میخوانم درست میفهمم احساس نیرومندی در درونم میجوشد که خستگی ناپذیر بیدار و پرتلاتوم است انگار زمین زیر پایم را حس نمیکنم چیزی به امتحانات نمانده که روزی فاخته میگوید جهان سراغت میگرفت دلم میلرزد اما میپرسم جهان کیه خنده ای می کند بالا میبرد و میگوید جهان کیه بعد مشتی محکم به بازویم میزند روبرویم می ایستد شانه هم را میگیرد و وسط پیاده رو نگاه هم میدارد و میگوید جهان جهان بخش آره یادت رفته پس اگه یادت رفته که هیچ مگه فرانسه نبود قیافه جدی به خودش میگیرد و میپرسد کی رویم را رو بر و میگویم هیچ کس فراموش کن خب دوباره اومده بر تابستون اومده صورتم داغ شده میگوید امروز بنزل ما بود سکوت می تا او بگوید تا ابد از او بگوید زیر چشم نگاه هم می کند. امروز از دست مهران خیلی از خوردم هی hey, به من میگه باید کتاب بخونم و اینقدر سر به هوا نباشم اینو جلو مامان و جهان گفت انگار سرپرست منه ولم نمیکنه مامانم حق رو به اون میده و چشش به دهن اونه حالا نمیگم چه خوب ولی خدا رحم کرده که بابا مرده اگر اونم زنده بود گه حتما یه قفس میخریدند و منو تو زندون مینداختند خوشا تو که کسی کاری به کارت نداره کاری <تص> نداره <تص> <تص> تو خونه همه به من کار دارن اما من نمیذارم عادت کنن که بهشون حساب پس بدم وگرنه میشم نوکر خونه میخندد نوکر که نه آره نوکر به شیطنت دستش را در بازویم میاندازد و میگوید جهان بی اختیار میگویم تو را به خدا حرفشو نزن یعنی چه چرا با اینکه در دلم قنداب میشود میگویم حرفشو نزن بذار به درسمون برسی درسمون چه ربطی به اون داره تازه مهران میگفت یه نمایش خوب تو دانشگاه نشون میدن میگفت قراره با جهان برن اونو ببینن میگفت بعد نیست با باشون بریم میگوید مهران کم بود جهانم بهش اضافه شد باور میکنی یه لیست از کتابهای تازه منتشر شده گرفته به منم داد و گفت باید اونو رو بخونم دلش خوشه با کدوم وقت میپرسم چه کتابایی؟ تازه از راه نرسیده معلوم نیست لیست کتابا را کجا آورده فکر کنم کار مهران باشه سفارش از بالا رسیده نمیدونم چرا همه فکر میکنم من بیسوادم و باید راهنمایی کنم دوباره میپرسم چه کتابایی تاتر چی میای نمیدونم با این امتحانات و وقت کم بازویم را فشار میدهد آخ که تو هم با این دست کشتی تازه جهانم میاد از او فاصله میگیرم نه نه, نه، نمیتونم بیام لبخندی میزنم آره جون خوده پس حتما میای به جون مامان قسم میخورم که میای بی خودی چرا جون مامان تو قسم میخوری پنجم به ساعت شیش اینجا باش من که گفتم نمیتونم بیام با مهران میریم من نمیام با حرکت این نمایش ما آبانه میگوید و جهان هم در آنجا خواهد بود مثل که, که هر شدی من که نشیدی گفتم نمیام چرا شنیدم صد شیش یادت نره اولین بار که پدر و مادرم اسم او شنیدم پدرم خندید و گفت هم جهانبخش و هم جهاندار آن روز تنین آن اسم برای من زیباتری موسیقی بود اولین بار که گفت حالا دیگه خانم جهاندار هستی نمیدانستم آن سعادت را با چه چیز میتوانم بسنجم به جهان نگاه میکنم و از خودم میپرسم آیا میتواند تصویری از دلهوره و بیتابی آن روزهای من داشته باشد از صبح هیچ نخورده بودم از از گلویم پایین نمیرم خوشبختانه در خانه ما کسی چندان در بند خورد و خوراک ما نبود همه میدانستن که به حال در یکی از خانه ها چیزی میخوریم در غیر این صورت حتما کسی متوجه بی و تغییر حالت من میشد هزار بار لباس را زیر و رو کرده بودم و هزار بار به خود گفته بودم که بهتر است نروم نزدیک خانه فاخته پاهایم انگار قدرت و تحمل بدنم را نداشت زنگ درشان را فشار میدادم دستم می لرزید فاخت در را باز کرد دوباره همان لبخند عجیب و غریب پر از شکلک پنهان که از کوره به درم می کرد در صورتش نمایان بود گفت مهران با جهان دم دانشگاه قرار گذاشته جلو دانشگاه منتظر او ایستادیم مهران به دور بر نگاه می کند و میگوید الان پیداش میشه معمولا دیر نمیکنه یخ کردم و بازوهایم را با دستهایم میپوشانم وقتی میگوید هوا سرد نیست که تو سردته به دقت مرا نگاه می کند لبهایم را به هم فشار می دهم می خواهم بگویم خفه شو و از لبخند او که مانند یک تابلو بزرگ از جلو چشمم پست نمی رود سرم به دوران می افتد می آید کنارم و دستش را در بازویم می اندازد خود را به گرمای آرام بخش وجودش می سپارم و آهسته می گویم